بسیار عالی. اجازه بدید دوستان که اینجا با تلویزیون مردم و پیج خودمون هم شیر کنیم، بعد بیایم سراغ شما. بینندگان عزیز، شما بیننده برنامه سوربی با مردم هستید از تلویزیون مردم، واشنگتن، پایتخت آمریکا. امروز جمعه هست، ششم ماه نوامبر سال 2020 میلادی، برابر است با 16 آبان ماه 1399، آبان ماهی که قرار بود خیلی شلوغ باشه و اینها. و ببینیم که با دوستان وقتی صحبت میکنیم چه خبر و چه جوریه که هیچ برنامه ای رو این دوستان نمیتونن انجام بدن و همه چیز در حد یک شعار و یک رویا باقی مونده. و اما مهمترین خبر در جهان انتخابات آمریکا بود که سوم نوامبر سه‌شنبه انجام شد و هنوز شمارش آرا ادامه داره و متاسفانه ترامپ نه چون قانون رو میدونه و وقتی هم قانون رو میدونه نه رعایت میکنه، آمد نیمه شب ساعت 3:04 صبح گفت پیروز شده و طرفدارانش هم چون هم سواد کمی دارن هم قانون رو نمیدونن و اتفاقا این بار حتی خود جمهوری خواهان گفتن که دلیل پیروزی بایدن این خواهد بود که ترامپ افراد با سواد رو اگر اشتباهی هم آمده بودن سراغش از دست داد و از اون مهمتر زنهای آمریکایی که با همه توهین‌هایی که این به زنها کرده بود ممکن بود هنوز دوروبرش باشن و حتی بگن خب اون موقع که این کارا رو کرده رئیس جمهور نبوده، اونها هم رفتن کنار. از اون مهمتر افرادی که سال 2016 به واسطه اون نظرخواهی هایی که انجام شده بود و آماری که نوشته می شد گفتم خب دیگه هیلری که برنده است، ما چه رأی بدیم چه رأی ندیم و نرفتن، یا افرادی که از هیلری و خانواده کلینتون کلن خوششون نمیمد نرفتن، 4 سال دیدن که چه بر آمریکا گذشت و تمام قولهایی که ترامپ داده بود میشه گفت که عمل نکرد، چون عملی شدن امکان عملی شدنش نبود. تنها دیواری که ساخته یک دیوار که چه عرض کنم 2 تا 3 تا دیوار دور وایت هاوس ساخته، برای خودش و همسرش زندان درست کرده. وایت هاوسی که من دوستی اگه از ایران میومد از آلمان میومد میرفتیم ماشینمونو پارک میکردیم مینشستیم اینجا، یه نرده هست اونم ساختمون پرزیدنت عکس میگرفتیم. الان دیگه اینجوری نیست. امیدوارم دوستان لطف کنن عکس امروز وایت هاوس رو بفرستن، دیوارش رو اطرافش رو بفرستن تا ببینیم که به آمریکا چه گذشته در این 4 سال. اما آمریکا رو شما ول کن، میدونید که ترامپ الان که در حال باختن هست و دیگه کم کم اطرافیانش هم بهش میگن آقا کوتاه بیا وا بده، شما قانون رو بلد نیستی، قانون اینه، انتخابات انجام شده، حالا خوب و بد تو 4 سال وقت داشتی قانون انتخابات رو عوض نکردی. حتی دیدم که آقای تیمرمن یک کتابی نوشته و توی اون کتاب پیش بینی کرده که توی انتخابات تقلب میشه. دوستان گوش کنید، اونایی که اومدن گفتن رأی من کو، آقای چمنارا کتاب تیمرمن رو بخونید که پیش بینی کرده که در آمریکا تقلب میشه. خب اگه تقلب میشه آقای تیمرمن چرا این استاد شارلاتان شما کاری نکرد، چرا قانونی درست نکرد، چرا کاری انجام نداد؟ کسی که میخواست بره همه دنیا رو خوب درست کنه اینم شد مثل خمینی، میخواست همه رو نمیدونم مسلمون کنه و اینها، ایرانیار هم از مسلمون بودن پشیمون کرد. در هر صورت خیلی خوشحالم آقای موثقی اینجاست، ممنون آقا. به نظر میاد که صدا و تصویر ما امروز دیگه ایرادی نباید داشته باشه، چون 2 تا دستگاه جدیدم دیروز وصل کردم،
اتفاقا دیروز در راه پنسیلوانیا بودم و من وقتی رانندگی میکنم هی فکر میکنم که چیکار کنم، اینو عوض کنم، اینو بهتر کنم و اینا. و فیسبوک رو هم روشن کرده بودم، یه چند تا از دوستان تماس گرفتن گفتن آقا ما سرمون درد گرفت چون این تلفنی که شما گذاشته بودی برای فیسبوک به نظر میاد آویزون شده بود و آویزون شده بود به یه بندی چیزی و هی این ور اون ور تکون میخورد. گفتم کاملا درسته، حالا اگر بعدم خواستم برنامه جاده و اینها رو روی فیسبوک بذارم حتما برای این یک ماونت، یک پایه، یک دستگاهی میذارم که به شیشه ماشین میچسبه و نگهش میداره. در هر صورت اینم ماجرای انتخابات آمریکا. فعلا آقای بایدن پیشتر هست، جلوتر هست، فکر کنم 253 به 214 یا و ترامپ چندین ایالت رو احتیاج داره تا پیروز بشه، ولی ترامپ بایدن اگر پنسیلوانیا رو ببره تموم شده. میگن که آقای سوربی ترامپ در حال باختن نیست، ترامپ از روز اول به قدرت رسیدن همه حیثیت و آبروی خودش را باخت و رئیس جمهور شد. اتفاقا اگه شما برید نگاه کنید شبی که اینا خب یه برنامه میذارن، یه جایی را کرایه میکنن که چه پیروز بشن چه ببازن اونجا صحبت کنن، وقتی وایستاده بود نگاه میکرد خودش باورش نمیشد که پیروز شده. ممنونم از سعید عزیز. بفرمایید دوستان نگاه کنید ببینید این آمریکا رو چه کار کرده و من عکس اینو بهتون نشون میدم. این کلیر، ولی کامرای دور رو بذاریم برای دوستمون آقا سعید اینجا و این عکسی که از وایت هاوس فرستاده، وایت هاوسی که در دنیا نمونه بود که ببینید آقا کاخ رئیس جمهور اینجا وسط خیابون هست، بعد پیاده میشی بری مجلس بیانیم و ببینید چه کار کرده این مردک دیوانه. پشت این دیوارم یه دیوار سیاه آهنیه، یعنی دوستان شما به من بگید این با زندان چه فرقی میکنه؟ چون آقای مانی خورسندی اگه اشتباه نکنم نوشته بود که ترامپ بعد از اینجا باید بره زندان. گفتم آقا این با زندان الان چه فرقی میکنه؟ شما نگاه کنید، من این عکس دیگرم بهتون اینجا نشون بدم، یا مثل که خودش اصلا اومد اونجا، چجوری این عکس رفته اونجا؟ خیلی جالبه، من اصلا خودم هم خبر ندارم، روی فیسبوک رفت اونجا مثل که. در هر صورت بله نمیدونم، حالا برگردیم ببینیم برنامه زندمون هست یا نه. میگن لیو نو no. نمیدونم چه کار کردم، من اشتباهی رو اون صفحه کلیک کردم و عکس شما رو نشون داد، ولی نمیدونم حالا فیسبوک زنده هست یا نه. در هر صورت اینم از این ماجرا. بذارید اینجا ببینم اگر برنامه زنده هست، که خب اگه نیست به اصطلاح چیز کنیم، دوباره شروع کنیم و این دوتا فیلم رو بعدن به هم بچسبونیم. این فیسبوک لایو وقتی میذاری نباید به شما اجازه بده. بذارید من اینو بله مثل که هست برمیگرده. آها، نباید به شما اجازه بده روی اون قسمت فیسبوک عکس چیزی رو، یا اینا اینقدر پیشرفته هستن که براشون مهم نیست، نشون میده دوباره برمیگرده. در اصل حالا که یاد گرفتیم یه عکس دیگه هم بهتون نشون بدم. این یکیش بود، این دوتاش بود، این هم اینا که مال اون هنرپیشه ها بوده دفعه قبل. ببینید چی کار کرده دوستان پشت این فنس و اینها. اجازه بدید بله، پشت این فنس یا نرده، دوباره یه جای دیگه نرده زنجیری، دوباره نرده آهنی، دوباره این دیوارهای سیمانی، حالا اینا رو قشنگ رنگ زدن که سفید باشه. البته دیشب گویا مردم رفته بودن اینها رو رنگهای قرمز و اینها زده بودن. It worked live Facebook. خیلی ممنون سعید میگه که فیسبوک لایو کار میکنه و ممنونم از ایشون. حالا بذارید ببینیم که فیسبوک غیر لایو اون چه کار میکنه. من یکم صدای این رو داشته باشم، ببخشید. بله اینم کار میکنه، ممنون از یکایی که شما دوستان. و اما ما هرچی به این دوستانی که در طی روزهای معمولی زنگ میزنن، فیسبوک چیز میکنن، هی میخوان صحبت کنن، میگم آقا خانم من
وقت صحبت کردن با 20,000 نفر رو ندارم. من توی برنامه میام حرفامو میزنم، شما هم اگه دوست داری با من صحبت کنی باید بیای تو همین جمعی که هستیم با همه دیگه صحبت کنیم. اتفاقا یه آقای پیغام گذاشته، من پیغام ایشون رو پخش میکنم ولی نمیخوام به کسی که لطف میکنه، زحمت میکشه، پیغام میذاره بی احترامی کرده باشم، ولی به نظرم میاد که من هم شما رو میشناسم، هم اون دوستتون که به شما گفته من اصلا خودم میرم با سوربی صحبت میکنم و اینها، فکر کنم یا شما دروغ میگید یا اون دروغ میگه. آخه آدم یه کمی خجالت میکشه به یه نفر تو صورتش نگاه کنه بگه شما داری دروغ میگی، و همین خجالت کشیدن خیلی بده. من پیام ایشون رو پخش میکنم ولی پیامشون رو به صورت گفت و شنود غیابی میذارم تا ببینید ما ایرانی ها کجای کار هستیم. حتی در آمریکا، در کشوری که به اصطلاح فکر میکنیم آزاده، اینجوری هم میترسیم هم خودسانسوری میکنیم. برگردیم به انتخابات آمریکا که یه باند زیرزمینی، حالا دیگه این موزیک ایران هم همیشه مسئله بوده و هست، فکر کنم همیشه خواهد بود. یکی از این دوستان که ادای خواننده رو در میاره به نام آقای مایکل که ارمنی هستن، خیلی هم کارش قشنگه، یه دفعه داشت ادای داریوش رو در میآورد، میگفت داریوش، ادای مثل معتادارم در میآورد، داریوش خواننده‌ای که هم با رژیم بعدی، هم با رژیم قبلی بد بوده، هم با رژیم فعلی بد هست و هم با رژیم آینده که نمیدونه چیه بد خواهد بود. بله خیلی ممنون. آقای سعید خان میگه که اون لینک مردم تیوی کار نمیکنه. بله امروز صبح یه ماجرای پیش اومد با اون پروگرام OBS. آخه ما اینجا چند تا پروگرام رو باید استفاده کنیم، بارها هم گفتم ابر و باد و مه و طوفان و فلک هست در کار. اینجا داریم وید بلسته، اونجا داریم اکس سپلیت، اونجا داریم OBS، اوپن برادکستینگ، نمیدونم سام سورس. بعضی هاشون خب با هم یه دفعه اختلاف پیش میاد، یک کدومشو که اپدیت میکنی این اون یکی هنوز اپدیت نشده باهاش کار نمیکنه. در صورت کار نکرد و اون ممنونم که به هم گفتید، ولی میدونم که این اشکال هست. یه باند زیرزمینی در ایران آهنگی برای انتخابات آمریکا خونده، حتما شما این ضرب المثل کاسه داغ‌تر از آش رو شنیدید. البته من خودم بارها گفتم که من وقتی میرفتم صبح آش میخریدم، تو شیراز میرن آش سبزی میخرن، صبح آش میخریدم، خب هیچ وقت دستتو که تو آش نمیکنی، ولی دستت به کاسه که میگیری اون داغیشو میفهمی، و برای من این داغی کاسه از آش بیشتر بود. البته حالا بماند، اون یه بحث جداست. خلاصه این که ترامپ این دو سه روز گذشته به خاطر اشتباهاتی که خودش انجام داد به طرفداراش گفت نرین رأی بدین، این رأی ها اینجوریه و اینجوریه، نرید از طریق پست رأی بدین، در صورتی که همه الان سالهان سعی میکنن هم از طریق پست هم از طریق اینترنت، چون این رأی گیری روز سه شنبه از ساعت نمیدونم 7 صبح تا 7 شب مردم کار و زندگی دارن. الان ماجرای این کووید 19 یا به اصطلاح کرونا، این مرض و اینها هست، همه اگر اینترنت بود میرفتی اینترنت میزدی. خود این شارلاتان وقتی اومد گفت من هم تکس رو ریفرم میکنم هم انتخابات رو ریفرم میکنم، هیچ غلطی نکرد به جز این که پول توی جیب خودش، چون بی پول بود، ملت بی پول بود. هی به من نگیدی بیزنسمن موفقیه، من اینجا بودم، ورشکستهاشو دیدم، ویدیوهاشو دیدم که میگفت دوستامو شناختم اونایی که تو این حالت به من کمک نکردن. درست این حالت بچه هاش هست، دیروز تالا داره به دوستانشون فوش میدن کجا هستید شما، چرا نمیایین بیرون. طرف پالیتیشن سیاست مدار بلده، میگه امروز تو هستی فردا یکی دیگه میاد. ولی خبر خوب به اونایی که طرفداران ترامپ هستن، ترامپ امروز صبح
با تماسی که من باهاش داشتم بهش گفتم مردی که برو دنبال کار زندگیت، به جایی که خودتو با رنگ زرد کنی برو قشنگ گلف بازی کن، پوست آفتاب بگیره، نگاش کنید از نزدیک این چشش ببینید اصلا شما موجودی اینجوری دیدین. وقتا میگفتن طرف هیزه، چشم سفیده، اوکی ببینید همچین موجودی دیده بودید. گفتم بهش بی برو اونجا و اینها، گفت که نخواه من دوست دارم یه مشتی متملق و چاپلوس دور برم باشن، هی بگن به به تو شاهی، به به تو کت خدایی. گفتم ببین یه دونه ایالت درست کن، ما از این ایالت آریزونا داریم، یه ایالت درست کن همون در چیز کویر نوادا و اینها، اسمشو بذار ایالت آویزونا، آویزانها، ولی بگو آویزونا. این ایرانیایی که به تو آویزون شدن، ایرانی که یا به امام زمان آویزون میشه یا نمیدونم به حضرت مسیح آویزون میشه، حالا به ترامپ چند سال آویزون شد و دیدن بدبختی اینجان که دیدن این هیچ کاری انجام نمیده، مگه مرض داره بیاد آخوندها رو بندازه بیرون؟ بنزین اینجا گالون 1.89 دلار 1.99 دلار رو بکنه 5 دلار. من نمیدونم شما مغز، وقتا میگونه شما مغز خر خوردین، والا خرا خیلی بهتر از من شما میفهمن. در هر صورت اگر هر کدوم از شما جرأت، شهامت، شجاعت داشتید که بیاین تو برنامه با صدا با تصویر صحبت کنید، تب صحبت کنید. من دیروز اینو نوشتم، گوش کنید ببینید چه آدم های طرفدار ترامپن. این دوست ما آقای فلا، من فکر کردم مطالعه‌ای میکنه، همش این تلویزیون ایرانی رو تو مغازش روشن نمیکنه، تلویزیون های لس آنجلسی دروغای علکی گوش کنه. دیروز نوشتم ما 4 سال گفتیم این نیز بگذرد، سخت، خوب، بد، ناراحت، خوشحال، غمگین، این نیز بگذرد. ترامپ گذشت، انتخاباتم گذشت، ایشون ورداشته یه جواب من داده، بعدم میگه خب شما نوشتید بایدن پیروز شده. میگم آقا من کجاش نوشتم بایدن پیروز شده؟ من قانون به اصطلاح آمریکا انتخابات شو اینا رو میدونم، مثلا این الکترال و اینا خب یه مقدار سوال داشتم اولایی که اومدودم اینجا، رفتم خوندم ویدیو فیلم نگاه کردم از این اون پرسیدم فهمیدم چجوری کار میکنه. حالا یه هنرمندی دوست ما بوده که بهتون گفتم از هند رفته ایران، ایرانم همش یا تو رستوران ها داره میخوره و با دوستاش دارن سیگار میکشن و میشینن بزمی، حالا لابا دودی مودی هم میگیرن و فکر میکنن مشکل ایران حل کردن، حالا بعدم میخواد بره سوئد اونجا بشینه درس بده. من حتی به فکر بودم که اینو دعوت کنم بیاد اینجا اگه دوست داره آمریکا رو ببینه، چون بهش گفتم سوئد و اینا آدم افسرده میشه از بیافتابی، و چه خوب کردم که یه همچین موجودی رو نیاوردم. بعدن برداشته بود نوشته بود که میدونم شما دارید میسوزید، سوزشش 1 ماهه، مثل که خودش این دردای سوزش انواع مقصدیم سوزاک و اینا رو داشته میدونه 1 ماهه. بهش میگم آخه مرد نادان، تو هنرمند مملکت ما هستی، اینجوری باید صحبت کنی؟ اونم به دوستت، به کسی که تو منو دعوت کرده بودی بیام هندوستان، من با تو اینجا مینشینم نیم ساعت با هم فارسی مینویسیم چیز میکنیم. خلاصه گفتم عجب آدمایی، و قانون آمریکا رو نمیدونه، نمیدونه که اول قانون اجازه میده که، یعنی اجازه نمیده، قانون اینه که اول اونایی رو که اومدن حضوری کاغذ رو دادن به این دستگاه اسکنر یا دستگاه های کامپیوتری، اونا رایگیریشون که تموم شد بعد این قطعی ها رو میارن میریزن میشینن رایگیری ها رو باز میکنن. وقتی هم رایگیری رو باز میکنن، من چون دبیر بودم، ممتحن بودم، ممتحن جلسات اونایی که دیپلم میگیرن بودم، مثل همون سر کاغذ ها رو که به اصطلاح میبریدن کات میکردن دیگه معلوم نمیشد که این مال برادر فلانیه، البته علامت میذاشتن، میگه تو یه خط قرمز این کنار بکش من میفهمم این کاغذ توه، نمرتو اینجور و اونجوری میکنم. این بلت یا برگه های رای دادن، اصلا یه عدهشون تفاوت ووت و بلت و نمیدونم اینا رو نمیدونن، ولی همینجوری میشینن راجع به دنیا صحبت کنن. این فروهر کی احمق مردکه عقب افتاده، نمیدونم فامیلش چی بوده، ورداشته کرده فرح بهر، این یک مثل که نمیدونم مادرش خارجیه پدرش ایرانیه، عقده داره که خیلی خودشو ایرانیه 100% نشون بده. این میگفت که مرده ها توی آمریکا رأی دادن. میگم احمق، اگر یه شهری یه ایالتی هم برای همه اهالی نامه نوشته،
فرستاده همه جرأت نمیکنن برن رأی بدن. مثلا من ممکنه پدرم که فوت شده حالا یک پاکتی براش اومده باشه که آقای سربی شما هم بیا رأی بده. من اگه برم رأی بدم میان یقه منو میگیرن و به خاطر این کسی همچین کاری نمیکنه. ولی حماقت ترامپ، پافشاری در کارهای زشتش، توهین به این و اون، مرده که سه روز قبل از انتخابات رفته یه شهری میگه شما که میدونین من اگر به احتیاج نداشتم برای انتخابات اینجا نمیمدم. آخه کدوم احمقی چنین حرفی رو میزنه؟ این کجاست؟ همین پنسیلوانیاست که برید ببینید جو بایدن چجوری رأی ها یکی یکی داره به نفعش میره و این گپ یا فاصله داره از بین میره. و من فکر میکنم تا امشب جو بایدن احتیاج به 6 تا چیز داره، الکترال داره، فکر کنم برنده میشه. خیلی ممنون. خانم شیدا شیرازی هم اینجا هستن، میگن که آقای ترامپ مدعی شده که تعداد زیادی رأی به اسم زنان و مردانی هست که از سال 1900 فوت کردن. گیرم که هست. کی مسئول این دولته؟ ترامپ مسئوله. چرا کاری نکرد که پیشگیری بشه از این اشکالات؟ 4 سال وقت داشت، 4 سال وقت داشت. چرا این کار رو نکرد؟ برای که فکر میکرد که مردم بازم گولشو میخورن. آقا 230,000 نفر مرده اینجاست، اون وقت مرده که هر روز میاد وای میسه میرقصه، شعور نداره، فهم نداره. شما تو همین 2-3 روز حرکات، اعمال، گفتار بایدن رو مقایسه کن با حرکات و اعمال این. این که 2 روز رفته بود از تو توالت فقط ترامپ میفرستاد، توییتر میفرستاد. خب حالا بایدن از همون اول گفت من فکر میکنم پیروز میشم، ولی باید صبر کنیم رأی ها شمرده بشه. و ضمناً من فقط رئیس جمهور دموکرات ها نیستم، من رئیس جمهور آمریکا هستم. حالا خیلی ها میگن آقا 60,000 نفر، 60 میلیون نفر رأی دادن به ترامپ، اینا چی میشن؟ اینا عوض میشن. وظیفه دولت یکیش همینه، آموزش و پرورش. همین جوری که این نجات پرستی، خریت این سفید پوستا که فکر میکنن اینا بهترینن، زیر آتش مونده بود. شما میدونید که اون وقتا شب وقتی میخواستن بخوابن دیگه، مخصوصا اونایی که کرسی میذاشتن، خاکستر رو میریختن روی آتش و این آتش اون زیر روشن میمون تا فردا که میخواستن چای دم کنن و آب جوش بیارن و فلان اینا، دوباره این خاکستر رو میزدن کنار، یه فوتی میکردن دوباره روشن میشه. همین جوری هم هست این آتشکده های زرتشتی، 3,000 سال این آتش رو اینجوری نگه میدارن، شب روش چیز میکنن، خاکستر میکنن، صبح میان دوباره روشنش میکنن. بماند. میگه پنسیلوانیا is commonwealth not state. ویرجینیا هم commonwealth of ویرجینیا هست. من هیچ وقت تفاوت این رو نفهمیدم. اگه اینجوری ما باید بگیم United State and Commonwealth. Commonwealth نوع آپریشنشه، ولی State of Virginia، State of Pennsylvania. اتفاقا من دیروز پنسیلوانیا بودم و اون یک جای بسیار قشنگی داره به نام میدیا، همون رسانه، یه شهر کوچولوی هست، اونجا بودم. 2.5 ساعت با ما فاصله داره. ماجرای Commonwealth نمیدونم حقیقتش چرا میگن Commonwealth و چجوریه آپریشنش و اینا، نمیدونم. آقا ما خیلی چیزها رو نمیدونیم. میگه شما نمیدونی چقدر نمیدونی. ما ممکنه بدونیم چقدر میدونیم. آقا من این 4 تا کتاب رو خوندم، من این مدارک رو نمیدونم گرفتم، ولی ما نمیدونیم چقدر نمیدونیم. و یه چیزای خیلی کوچیک و جزئی هست که ما نمیدونیم. من رفته بودم مسافرت، با وجودی که حالا اینقدر فکر میکنیم از ماشین میدونیم، یه دوستیمون از ماشین کرایه کرده بودیم، وقتی خواستم پیاده شم گفتم حالا نمیدونم به اصطلاح تانک بنزین این باکش، ما میگیم باک بنزین، این وره یا اون وره، گفت اینها جلوت نگاه کن، اینجایی که علامت بنزینه بغلش فلش میزنه، اینم چند ساله. و الا قدیما که بعضی ماشینا اون وسطش بود، ماشینای آمریکایی نمرش رو باز میکردی اون پشت بود، خیلی هم به نظر من خوب بود، چه از این ور باشه چه از اون ور. بعدن گفتن تصادف که میشه اگه کسی از پشت بزنه اینا آتیش میگیره، گذاشتن یا این ور یا اون ور. هنوز تا هنوز ماشینای اروپایی بنزینش از سمت راسته، نمیدونم چرا.
بیشتر ماشینای آمریکایی بنزینش از سمت چپه. خب آقا خانم من اینو نمیدونستم. اون خانومی هم که به من گفت اینا ازش تشکر کردم، گفتم میرم تو برنامه تلویزیونی هم میگم و همون سالم آمدم و گفتم. من همیشه میگفتم آدم وقتی داره میرسه به یه اگزیت، مخصوصا تو آمریکا که ما اگزیتایی که از لفت از چپ خارج میشن زیاد داریم، چیز خطرناکی هم هست، اینا رو از کجا آدم بفهمه؟ تا 2 سال پیش رفتم برای یه شرکتی کار کنم، اینا 2 هفته شما رو آموزش میدن، مهم نیست که خدای رانندگی باشی، میگه برای من مهم نیست، شما بشین اینجا ما میگیم، هر چی بلدی خب بلدی، تکرار میشه برات، هر چی بلد نیستی یاد میگیری. اونجا بود که من یاد گرفتم شما وقتی داری میری این بالای تابلو اگر شماره اگزیت سمت راستش باشه یعنی سمت راسته، اگه سمت چپ گذاشته باشه یعنی سمت چپه، که دیگه شما قیرغاج نری و اینایی که میبینی قیرغاج میرن جلوت میپیچن فلان، اینا اینا کسایی هستن که یا دستشون به تکسه یا دستشون به تسبیح تو شلوارشونه یا دستشون به کافی و فلان اینها هست. ترجمه هیچ فرقی نمیکنه. خب آقا اگر کامن ولت با استیت هیچ فرقی نمیکنه، چرا عذابمون میدی؟ چرا ما رو سر کار میذاری؟ دوستان این برنامه رو با دیگران هم شیر کنید. ممنونم. میگه آقای جعفری، این آقای جعفری رو من باید یه روز بیارم باهاتون صحبت کنم. میگه کنتاکی، ماساچوست، پنسیلوانیا و ویرجینیا. خب چی دیگه زیرش نمیتونم بخونم. اینا چی هن؟ اینا کامن ولت هستن؟ بله. درستان نمیدونم. It is just a common name used by 4 states. آهان گفتن، خیلی ممنون. Hello, no difference. ایشون هم میگه هیچ فرقی نمیکنه. حالا همین سعید توضیح میده. There are 4 states in the United States that call themselves Commonwealth: Kentucky, Massachusetts, Pennsylvania, and Virginia. The distinction is in name alone. The Commonwealths are just like any other state in the. هیچی آقا مهم نیست. من با یکی صحبت میکردم، گفت آقا این از روز اولی که فور فادرز آمدن گفتن اینجوری و فلان. میگم آقا روز اولی که فور فادرز همین پدران آمریکا آمدن، آمریکا که اصلا 50 استیت نداشته، که الان هم میگن 51، بعضی ها میگن 52، بعضی ها میگن واشنگتن بشماریم، بعضی ها نمیدونم، خلاصه یه جایی حالا فعلا رو پرچم 50 هست، به غیر از این که قرار اون استیت آویزونا رو درست کنن برای ایرانیایی که منتظرن ترامپ بره ایران رو نجات بده. و از یکیشون از جمله از آقای دکتر رامین اعتبار من سوال کردم آقا شما میری ایران؟ گیرم که امروز ترامپ رفت ایران رو زد و کوفت و رضا عقب افتاده رو گذاشت اونجا، تو میری ایران؟ آقای فلا شما میری ایران؟ مغازه رو تعطیل میکنی؟ زن و بچه و دختر و زندگی و نمیدونم دانشگاه رو ول کنی بری ایران؟ آقا نمیرید، با خودتون رو راست باشید، بگید آقا من یه زمانی دنیا اومدم، بنده 28 سالم بوده ایران رو ول کردم، اومدم 30 سالم رسیدم امریکا، 30 چند سالم تو امریکا، من بیشتر عمرم رو تو امریکا زندگی کردم و حاضر نیستم اگه کلامم بیفته ایران برم بردارم. سال 2005 وقتی رفتم به همسرم هم گفتم این همه مملکت تو دنیاست، این همه استیت تو آمریکا، مگه من مریضم دوباره بیام ایران؟ میری ایران از اونا میترسی که بگیرنت، از اینا میترسی که طرف اومدم از ایران اینجا، علی آقا از کانادا زنگ میزنه آقا سربی درسته که شما رفتی ایران؟ میگم بله. میگه آقا ما انتظار نداشتیم. میگم آقا برو از خانم فیلابی که بلیت میفروشه برای مجاهدا سوال کن ببین روز چند تا مجاهد میره ایران. احمقا گولتون میزنن و شما عادت دارین که گول بخورین. حالا اکبری میاد میگه عصبانی نشو گرامی، برنامه را منتشر کردم. من ممنونم از شما خانم شیرازی عزیز. بله رضا عقب افتاده خیلی جالب بود. آقا عقب افتاده است، این یه کودک سفید موی 60 ساله است، هم چند روز پیش میشه که 60 ساله شده، 7 آبان، و عقب افتاده است. اگه عقب افتاده نبود من 3 بار به این گفتم مردک تو سوگند یاد کردید، برید بزنید توی گوگل بنویسید سوربی یکم فاصله رضا پهلوی یا رضا پهلوی، میبینید بهش میگم آقا تو سوگند یاد کردی. میگه اگر شما منظورتون، میگم منظوری ندارم احمق، سوگند ننت گذاشته جلویت خوندی،
بیا بگو ننم اشتباه کرد، بیا بگو غلط کردم، سوگند پس بگی بره دنبال کارت. کاری نداره، این یه روز در عمرش کار نکرده. شما یکیتون حاضرین یه مغازه باز کنید بدید به این؟ والله اگه حاضر باشی آقای جعفری، شما حاضری اینو به عنوان منیجر بذارید برای نمیدونم یوهال، برای دیلرشیپت، برای مکانیکیت؟ والله اگه حاضر باشید. اون وقت میخوان مملکت رو بدن. چرا؟ برای که ما مملکت رو مال خودمون نمیدونیم. اگه مملکت رو مال خودمون میدونستیم، آقای آریانپور حرف قشنگی زد. گاه سربی، کی به شما درس وطن پرستی دادن تو مدرسه؟ گفتم یادم نمیاد. گفت وقتی رفتی سربازی و خدمت، حالا چه خدمت وظیفه بوده چه نمیدونم وظیفه سربازی، اونجا بهتون وطن پرستی یاد دادن؟ گفتم نه والا، ما از هر تیپ و هر لشکری میرفتیم هی زر روزه شاخنشاخ ما زنده باد. به جایی که بگه آقا ایران چنین، ایران اونجوری، این ازبکستان بود، تاجیکستان بود، سروداشونو برید نگاه کنید. اصلا سروده که میخونه شما یک انرژی تو بدنت میاد که فکر میکنی الان باید برای مملکتت یه کاری انجام بدی. از خودت شرمه. شاهنشاه ما زنده باد. مردی که نمیدونم ایدز داشت، همجنسگرا بود، زنش سمخورش کرد، 61 سالگی فوت شد. آقا بابای بنده که با آهن و نمیدونم کامیون کار میکرده همه عمرش، یا سرما بوده یا گرما بوده، 67 سال عمر کرد. تازه ما میگیم کم عمر کرد. این مردک با این همه مراقبت و مواظبت و با این همه دکتر مکتر دوربرش 61 سال عمر کرد. خب ایشون تربیت شده فرح خانم که برای دل خودش تربیت کردن. نه خانم، این فرح اصلا کسی رو تربیت نمیکنه. فرح خودش بی خانواده بزرگ شده بود. شما برید فیلماشو نگاه کنید، اون داستان نامزدیش، بعد شما ازدواج کنید نامزد تو بیاری تو همون خونه، اصلا عجیبه. با شاه یه مملکت ازدواج کنی، نامزد تو اون آقای چی بوده نمیدونم چی تاش بوده کی بوده، برمیداره میبره ایران تو همون، اصلا میرن یه کاخ جدا میسازن، یه کاخ جدا میسازه فرح که با این دوسا و یارای قارش و اینها با هم باشن. برگردیم به انتخابات آمریکا. و اما انتخابات آمریکا دوستان باید یکی دو روز دیگه صبر کنید، ولی شمارشش و اینا رو اگه اعصاب دارید نگاه کنید. ممکنه شما متوجه شده باشید من دو سه روز گذشته سعی کردم از این خبرها دور باشم و اینها، و دیروزم وقتی اینو نوشتم گذاشتم، بعد گفتم عجب اشتباهی کردم. آقا من که نمیتونم آقای فلاح رو عوض کنم. آقای فلاح از صبح تا عصر وایساده اونجا، تا مشتری میره بیرون میشینه رو فیسبوک با این و اون صحبت میکنه، مشتری که میاد با مشتری بحث میکنه. آقای فلاح به خدا من از دفعه دیگه تو مهمونی ها فیلم میگیرم تا ببینی مردم راجع به شما چی میگن. بهشم اون دفعه گفتم، گفت بله میدونم، تا ببینی راجع به شما چی میگن. آقا همه میگن این مشحسن که دیوونه است، هنوز شما رو به نام اردلان و اردوان نمیشناسن. میگن آقا اون که اصلا حرفش نزن، مشحسن دیوونه است، ما اصلا مغازش هم نمیریم. میگم نه آقا، این آقای فلاح آدم خوبیه و اینجوری. آقا شما میخوای چیکار کنی؟ نشستی اینجا تراب بره ایرانو بگیره برات؟ خب بشین 4 سال دیگه هم بشین. این مردی که انقدر مشکلات درست کرده که 80 سال طول میکشه مشکلات همین واشنگتن رو حل کنه. شما الان برو واشنگتن، مثل شهرهای جنگ زده شده، همه جا رو چوب زدن و اینها، یه جا رو هم کردن پلازا برای سیاه‌پوستا. خب من اقلش دیگه دو روزی یه بار باید برم واشنگتن. رد میشه اصلا دلت میسوزه. این واشنگتن، شیکاگو، اینا شهرهای قشنگی بودن، شب میری این نورا رو میندازن رو این. برو ببین چه خبره، شب تظاهرات، روز آشغال کثیف، این ور گذاشته نمیدونم پلازای زندگی سیاه‌پوستان مهمه، اون ورش هم که این مردکه وایت هاوس به این قشنگی، لافایت پارک، اینا رو برو ببین چه کار کرده. برو آقا دو سه تا عکس بگیر آقای فلاح، برو بشین جلو وایت هاوس عکس بگیر بفرست برای مردم، بگو که دوستان که در ایران هستی، این آخونده اومدن ریدن به کاخا، ببین اینجا هم ما چقدر قشنگ ترامپ داره وایت هاوس رو نشون میده. آقا چی دارین میگین شما؟ هر وقت هم میگین بیا اینجا، میگین نه من نمیام. بله خب، اورنج مداهد، مداهد من نمیدونم اصلا فامیلی شما، بهتره پاکت کنم. خب اوزگل که به همه میگی چپول، فرح جنده چپول بود. فرح جنده کمونیست فرانسوی آمد و
خروجش رو ممنوع کردن، بعد رفت توی وزارت امور خارجه این اردشیر زاهدی دستمالیش کرد، بعد اردشیر زاهدی چون دست زن داشت انداختش به خیگ شاه. برو یکم سواد زیاد کن تا اون موقع من بزنم پاکت کنم، اگه دوباره اومدی میگه گوه زیادی نخور. خیلی خوشم میاد این سلطنت طلبا میگن گوه زیادی نخور. اگه کسی اینو تونست بفهمه، منظورشون اینه که فقط اینا هستن میتونن گوه زیادی بخورن. من و شما اگه یه وقتم بخوام بخوریم باید اندازه خودمون بخوریم، ولی اینا هر قد دلشون میخواد میتونن بخورن. عجب بی‌ناموسایی. خب من که دارم میگم شما بیا اینجا حرف بزن، من میگم فرج جنده است، تو میگی جنده نیست، بیا حرف بزن. من میگم این بفرمایید. خب اینو پاک کنیم، نه دیگه بزنیم بره، اصلا چیزش کنیم، استی آن دیس پیج. این اورنج، اورنج ما اورنج مداهد، اصلا فامیلیت هم که خیلی خرکیه. اورنج اوکی، اورنجش به تراپ میخوره. اورنج الان جلو دوستان میکنم بیرون، ولی یه تبلیغ قبلش برات میکنم. مدا فامیلی گوهی داری، بی خود نمیگی گوه نخوری، میخواد همهش خودش بخوره. بیا اینه، نگاش کنید دوستان، قیافه اینو نگاه کنید، صفحه فیسبوکش نگاه کنید، این صفحه فیسبوکش. منی که از اون سال اولی که فیسبوک واز شده آمدم با اسم و فامیل خودم نشستم اینجا، شماره تلفن دارم، ایمیل دارم، آدرس دارم. حالا این نگاه کنید، اورنج مداهد. خب این میای اینجا دوستان، این بذار بهتون نشون بدم، اگه کسی هم مزاحم شما هست. اصلا چرا آدم وقتشو تلف کنه؟ ببینید این تصویرش که میگیرید، این کامرای دو، میای اینجا بزن بلاک، برو گم شو، تموم شو، راحت دیگه جر و بحث و فوش و اینا ندارید. خب آریا آذر میگه شما از کدوم کشور هستی؟ من از آلمان اومدم اینجا. خب اینم از این، حالا تازه اون فهمید چه غلطی کرده. بفرمان پاک شد. گرامی سلطنت طلب بودن یک بیماری است که دوا ندارد جز بددهنی. در آن دوره ما مردم هیچ چیز راجع به ایران و پرچم و فرهنگ ما نیاد گرفتیم و نه آگاهی به ما داده شد و کسی در منزلشان پرچم نداشت. خب الان به شما هم فوش میدن، دیدم این بر اون برم به شما حمله میکنن، با آقای فرزاد نیساری هم به دیگران هم حمله میکنن، برای که اینا سواد ندارن، اینا نمیفهمن. خب بفرما، اینم همین بزرگتر از دهنت، اینم بیارم براتون تبلیغ کنم دوستان، نگاه کنید. اینا فقط باید این کارو بکنن، یکی یکی میکنمشون بیرون، این دیگه اصلا نشونش هم نمیدم. اوکی بفرما، البته بعضی از دوستان میگن آقا بذار اینا نگاه کنن اینا رو اینجوری. الان میدونید این ترامپ مثل این که دارن شکنجهش میدن، یعنی دارن ذره ذره میکشنش با این آمار و اینا. نشسته چند تا تلویزیون جلوش، فاکس نیوز الان سه روز داره فوش میده به، یعنی ترامپ به اینا فوش میده، بعد طرف مال فاکس نیوز میگه آقا این قانونه، تو یا با این قانون بازی کردی آمدی داخل بازی، نمیتونی بیای بگی به داور هر وقت من گل زدم بشمار، هر وقت طرف مقابل گل میزنه نشمار. خب اصلا داوره میخنده، و اگه این داور وایسه اونجا با این قانون تو بازی کنه، اون وقت شیر سماور میشه حواله فلان جای داور. اوکی بیا، اینم میگه خفه شو بابا، به باباش میگه خفه شو. ببینید همش نه اسماشون آریا هست. بفرم اینم از این، ببینم خودتی کجاست. ها اینه، اینم بهتون نشون بدم، نگاه کنید دوستان عکساشون و اینا رو نگاه کنید. این صفحه آریا آذره، حالا یا خانم یا آقان، از کجا هم هست، از چینا، اردبیل ایران. خب اینجا میدونه دوباره یه پلاک، حالا برو گمش، هر چی میخوام چه کار شما رو، من حالا 20,000 تا دارم. میگه شرم بر شما، شرم بر شاه، شرم بر زن جندش، شرم بر پسر عقب افتادش که میگن بچه ایرج گرگینه. چرا شرم بر من؟ شرم بر تو که اینقدر شجاعت نداری، شهامت نداری، حالا که دیگه اون رفتش ولش کنی. بیا
میگه داری زر زیادی میزنی، خب تو باید فقط زر زیادی بزنی. اینا رو دوستان میگن آقا بذار باشن، اینا برنامه رو گرم میکنه. آقا این مثل اینه که پهن دود کنی، پهن دود کنی یه جایی برنامه، ممکنه که اتاق گرم بشه ولی بو پهن میگیره. نمیخوام آقا، ولم کن. خب اینم از این. تیراندازی در اتریش وین، متاسفانه وین و اتریش که تا حالا به اصطلاح چیز نبود تیراندازی و اینها، یه خبر دیگه بود که آخوندی لباس خودش رو از تن در آورد، گویا مال چند ماه پیش بوده. یه دوستی نوشت که آقا فقط یه آخوند. گفتم خب اینم دید شلوغ شد و اینها، همینجا شما بعضی از تلویزیونا رو نگاه کنی تا شروع، همین آقایی که میگم هنرمنده تا ایران شلوغ شده بود برای من نوشت آقا یه فکری به حال خودت کن. گفتم آخه تو خیلی احمقی، من اینجا هستم، من چه فکری برای خودم بکنم؟ من تو ایران کار میکردم، اینجا هم کار میکنم، تا روزی هم که بمیریم اینجا کار میکنی. تو هستی که آویزون بابا و ننت هستی، رفتی هندوستان، برگشتی اونجا، دوباره تو خونه اونا زندگی میکنی، دوباره زدی زیر دلت میخوای بری. من که زندگی معلومه، شما ها هستین بیچاره، باید یه فکر به حال خودتون بکنی. واقعا آدم برای اینا باید، یعنی متاسفم براشون، آدم احساس تاسف کنه. ولی اینا دوستان همون کشوری که میگیم ایران جانم برای نمیدونم وطن، اینا هستن. آقا نخواستم من، این چه دروغ بزرگیه، ما جان بدیم برای این احمقا؟ نمیخوام آقا، بفهم دیگه این آزادی رو دارم یا نه. برای همین آقای فلا نوشتم آقا آخرین باری که من چک کردم تو آمریکا هستم و اینجا هر کسی میتونه رأی بده. حالا دوست داشت به بایدن رأی میده، دوست داشت یه نفر سومی هم بود، ایندیپندنتی بود، یه خانمی بود، به اون رأی بده، دوست داشت به ترامپ رأی بده. اصلا نباید به هم بی احترامی کنیم. شما برو در مغازه‌تو ببند، به جایی که پول در بیاری برو تبلیغ کن برای ترامپ، برو پول به ترامپ کمک کن که یکی از دلایلی که ترامپ باخت، مردم این بار بهش به اندازه دفعه قبل پول ندادن و این بار در تاریخ آمریکا بیشترین شرکت کننده بوده. برای چی؟ برای که مردم گفتن نمونیم تو خونه که دوباره این اوران اوتان نمیدونم اورنج بمونه و این گند کاری کنه. در هر صورت اینم از این ماجرا. میگه واقعا حقا که جناب شیرازی هستی. خیلی ممنون خانم. بله خب بذارید ببینم این عکس ها رو که دوستمون فرستاده، سعید خان عزیز، چی میگه. ببینم اینجا فرستاده، نگاه کنیم عکس ها رو ببینیم. بله واقعا خراب کرد این مردک واشنگتن رو، اصلا آدم گریش میگیره. بله نگاه کنید دوستان، این واشنگتنی که میدونید شما وقتی میشی رئیس جمهور آمریکا نمیگن رئیس جمهور آمریکا، میگن بزرگترین دفتر سیاسی دنیا. نگاه کنید کارگرها وایسادن شیشه ها رو میپوشونن، نگاه کنید. اینم از این. نگاه کن آخه این خیابونه رو شما نگاه میکنی گریت نمیگیره؟ خب ممنون و متشکر از یکایی که شما. دوستان عزیز امروز ساعت 3 بعد از ظهر با آقای فرزاد نیساری هستیم. بله اینایی که طرفدار ترامپ هستید میگن ناراحت نباشید، ترامپ از بایدن پیشی گرفت. دیروز احمق یه جایی گفت که رای گیری رو متوقف کنید، طرفدارای خودش دوستای خودش گفتن الان اگه متوقف کنی بایدن برنده هست. بفرما ترامپ پیشی گرفت. ترامپ از بایدن پیشی گرفت. خب ناد واشنگتن، اون مهم نیست که واشنگتن نباشه، واشنگتن هم همینجوره. اینجا بچه های دانشگاه جورج واشنگتن اینا رو بهشون گفتودن یک هفته آذوقه بذارید، چون ممکن تظاهرات بشه شما نتونید بیاین بیرون یا مغازه باز نباشه شما برین چی کنین. شما فکرش بکن بچه تو واشنگتن دانشجو باشه، اون وقت ترامپی که نمیتونه امنیت واشنگتن، دو تا احمق بلند شدن از ویرجینیا رفتن پنسیلوانیا برای که تو خبرها، همین خبرهای دروغی که ترامپ شایعه کرده که برای فلان مرده. مردک اگه تو آگاهی داری برای فلان مرده، تو که قدرت اجرایی اینجا تو هستی. میدونید وقتی میگه executive order یعنی چی؟ یعنی یک قانون اجرایی که همون موقع اجرا میشه.
بعد میدونید وقتی میگه نمیدونم اینجا قانون مجریه و قانون ببخشید قضاییه و اینها، آخریش مجریه است، این فرمانده چیز مجریه است. خب تو اگه میدونی همچین چیزی بوده، این بچه عقب افتاده رفته یه فیلم دو قلابی درست کرده که بعد فهمیدن ورش داشتن متوقفش کردن، پسره اومده میگه آره بابای من نمیدونم، این که خودش نسبتا قشنگ بوده جوانیش، زناش هم قشنگ بودن، این چرا بچه هاش انقدر زشتن؟ ولی حالا اگه جرأت داری به یکی بگو آقا این ایوانکا و نمیدونم اینا قیافشون رو نگاه کنی قشنگ نیستن، از بس پول خرج خودشون کردن یه سر شکلی گرفتن. خب خانم ملیحه میگه کاکو پارس عزیزم کمال تشکر از شما، پاینده سرفراز باشید. منم از شما ممنون و متشکرم، ولی دوستان حمایت کنید. خب اگه شما که دوستای ما هستید حمایت نمی کنید، اتفاقا یه چیز درست کرده بودم که میفرسی برای این و اون، چون پیپل میگه حالا اونایی که میگن ما کارت میدیم، تو میگی من ندارم دستگاه، تو میتونی یه کاری بکنی که این عکس رو اونا میگیرن جلو دوربینش، جلو همش میگیم دوربین، این دیگه بیشتر دوربینه تا تلفن، و اونجا میگه میخوای $5 بدی به بابا، $5 $10 یعنی ما رو واقعا شما به گدایی انداختید. خب همینو میخواستید، دلتون روشن، چشمتون روشن، دلتون هم شاد، ولی این نشد که میگه ما ز یاران چشم یاری داشتیم، اونی که دشمنه که میبینی که سه تاش مثل لجن میاد، منم باید مثل تپاله بندازمشون بیرون، اونا کارشون اونه. اگه شما هم که دوست هستید حمایت نکنید، بریم سراغ این دوتا پیامی که این دوستمون گذاشته. ولی من اول اینا رو چیز کنم، ترور در افغانستان دانشگاه کابل، از بس خبرها زود میاد و زود میره، به فکر کنید مال یک سال پیش بوده، نه دو روز سه روز پیش داعش رفته بود توی کابل توی دانشگاهشون شلیک کرده بود و تعداد زیادی دانشجو کشته شدن، تعدادی زخمی شدن، و راهپیمایی و شعار توی شعارهاشون نوشته بود چرا ما رو میکشید، ما را نکشید، شما گلوله کم میارید. میخواستم بگم این داعش خر میگه که ناراحت نباش، ما گلوله به اندازه کافی داریم، ما را نکشید، گلوله کم میآورید. این دوستان تا یادمه من دیدم بعضی از فیلم ها رو که نگاه میکنید همون اولش 10 تا تبلیغ نشون میده که سابسکرایب کنید ما رو فلان اینا، من میگم خب وقتی من شما رو هنوز ندیدم چرا سابسکرایب کنم؟ ولی شمایی که 20 سال منو میشناسی داری برنامه ها رو میبینی، این یوتیوب ما رو از اگه تماشا میکنی سابسکرایب کنید. سابسکرایب معنیش اینه که شما آبونه میشی، هیچ پولی هم نمیدی، وقتی من ویدیو رو میذارم اونجا بعد برای شما میاد. ممنونم از اون دوتا دوستی که هم پتیک هم یکی دیگه تماس گرفت که سوربی برنامه این هفته رو یادت رفته، گفتم آقا کجای کاری، من ماشینم رو بردم پارک کردم رفتم آزمایش چشم، برگشتم بیرون ماشینم رو نتونستم پیدا کنم، بعد چون باید میرفتم پنسیلوانیا با اوبر رفتم اون کار رو انجام دادم، دوباره با اوبر شب برگشتم رفتم ماشینم رو شب پیدا کردم، چون وقتی رفتم بلد بودم با ماشین رفتم، وقتی رفتم داخل مال، این مال که من میرم گم و گور میشی. اتفاقا اینجا یه مالی داریم دوتا میسیس داره، یه دوست ما از فلوریدا اومده بود بنده خدا رفته بود میسیس خرید، بعد که اومد گفت اولا رفتم اون میسیس هر چی نگاه میکردم دیدم عوض شده، بعد که گفتم خانمه گفته آره تو این مال دوتا میسیسه. حالا شما ببین اینا چقدر پول میسازن، اینی که یه دم یعنی 80% به شما سل میذاره و حراج میذاره، برای که انقدر ساخته که براش مهم نیست. در هر صورت حالا یاد چی بوده یاد افتادن، من ماشینم رو تو مال جا گذاشتم. یادم از چند سال پیش وقتی میرفتم واشنگتن، یه کاغذ قلم تو جیبم بود، مینوشتم پارکینگ فلان جا اینجوری بین خیابون این و این و طبقه سوم زیر زمین فلان اینا. بعد دیگه با این تلفن ها عکس میگرفتیم، بعد الان تلفن ها یه قدم رفته پیشتر، ماشینتو که پارک میکنی میزنی اون آپشنش رو، میگه من اینجا پارک کردم، بعد برمیگردی میزنی میبرتت اونجا. حالا شما ببین من از 2008 تا حالا این ماشین رو دارم، چند روز پیش زدم درش باز بشه دیدم باز نشد، گفتم خونه که رسیدم باتریشو عوض کنم، چون من کار دوربین و اینا همیشه از این باتری ها دارم، مال ماشینم مال دربازکنای شیمینه، تنبلی کردم یا یادم رفت، دوباره برگردیم به یادم رفت.
بعد دیروز که رفته بودم دنبال ماشین میگشتم، هرچی اینم فشار میدادم بوق نمیزد. یه دکمه ای داره که شما میزنی بهش میگن پنیک، اگه یکی میخواد تعقیبتون کنه شما میزنید چراغاش روشن میشه. ولی الان دیگه این روزا ملت فقط برای پیدا کردن ماشینشون ازش استفاده میکنن. ما هرچی هم اینو زدیم بوق نزد، گفتم داره منو جریمه میکنه. میگه اگه دو روز پیش این باتری رو عوض کرده بودی الان نمیخواست $20 بدی، یه $10 بدی بری، یه $10 بدی برگردی. گرامی، من در یک برنامه افغانی بودم که مجری برنامه صدای بانوی دانشجویی را فوش به ایلام میداد پخش کرد و تروریست ها نتوانستن دانشجو را پیدا کنن، به جاش دانشگاه را منفجر کردن. فوش به ایلام میداد، من نمیدونم منظورتون از ایلام چیه، این اشتباه تایپا بوده یا ایلام اون کشور مثلا استان که نیست، شهر ایلام استان کرمانشاه و این هاست دیگه، نه نمیدونم، در هر صورت جغرافی اونم خوب نبود. یه جغرافی انقدی آتونه کتاب به این بزرگی، ولی هیچ کدومون خوشمون نمیاد چون همش حرف شاه بود و همه این کتابا رو اینها هر جوری دلشون خواسته بود به اصطلاح به خورد ما میدادن. بریم سراغ این دوستمون و پیام ایشون رو ما بذاریم روی چیز. اولا دوست عزیز که دوستت به شما گفته و من نمیدونم، شما میری خونه دوستت تلفن نداری به اون میگی که من یه تلفن بزنم به سوربی، بعد میگه اگه میزنی شمارت رو قایم کن، همون موقع به دوستت بگو آقا مگه من تو دوزیم که سیامون رو قایم کنیم، بعدم حالا این شماره رو دادیم به سوربی، سوربی هم اومد تو برنامه شماره رو خوند 424 نمیخونم بابا. خب که چی میشه؟ ماکسیمومش دو بار یه نفر زنگ میزنه اذیتت میکنه، اولا بلاکش کن، دوم اگه بار سوم اذیتت کرد اینقدر احمق بود تهدیدت کنه به پلیس و فلان اینا زنگ میزنی. چرا خودتونه اینجوری سانسور میکنید؟ بریم اول پیامشون رو گوش کنیم، صدای این رو هم من زیاد کنم. فحش اسلام میداد، بله ایلام نوشته بودن، میگن فحش اسلام میداد. خب این ببینید چه تفاوتیه بین داعش و بین طرفداران سلطنت، همینه. اینا نمیتونن احساسات خودشون رو کنترل کنن. طرف فحش مینویسه، بهش زنگ میزنم میگم آقا شما تو خانوادتون همه با نظرهای شما موافقن؟ میگه نه آقا اتفاقا داداش من با من مخالفه. میگم آخه کر خر اولاق پدر سگ مادر جنده به داداشت فوش میدی؟ میگه نه. میگم خب پس چرا به خودت اجازه میدی فوش بدی؟ بیا حرف بزن، بگو آقا من طرفدار ترامپم و من اتفاقا رفتم 6 بار برای ترامپ رای دادم. دیر شب اینجا زنگ میزنه، زنه به رادیو میگه که چرا به ترامپ رای دادی؟ میگی من برای به ترامپ رای دادم چون گفته بود که این رای ها رو اضافه فرستادن. گفتم نگاه کن این احمق، یعنی اینا قبل از رای دادن میدونستن که همچین اتفاقی میفته؟ اگه همچین اتفاقی میافتاده و میدونستن چرا اصلا استاپ نکردن؟ چرا وای نسادن؟ این که استاد دهره، همه چی رو میتونه درست کنه. برای که اصلا طرف نمیفهمید چرا به ترامپ رای داده. بعد میگه که خانم شما که اینو میگی تو خانوادتون بود همچین اتفاقی افتاد؟ میگه نه. میگه پس از کجا میدونی اگه تازه به اسم یه مرده ای آمده خانواده اون رفتن رأی دادن؟ و از کجا میدونی به ترامپ رأی ندادن؟ زنه خفه میشه، گوشی رو میذاره میره. میدونید اینا منطق ندارن، اینا مثل داعش. و تو برنامه قبلی من اگه نگاه کنید میگن کارهایی رو که داعش امروز میکنه این سازمان مجاهدین 40 50 سال پیش میکردن. البته برگردیم همه این سازمان مجاهدین و نمیدونم این ارتش آزادی خواه دنیا که حتی به مردم خودشون هم ظلم کردن، اینا رو از کی یاد گرفتن؟ همون موقعی که فرانسه آمد گفت و اینها همه شلوغ میکردن، احساساتی بودن، گفتن برید تو گوگل بزنید سرای بریده مردم مراکش به دست ارتش. ببینید ارتش فرق میکنه با یک چلغوزی که از تونس اومده رفته چاقو برداشته زده چند نفر کشته. ارتش لباس منظم، لباس یونیفرم داره، یونیفرم یعنی یک شکل، قانون داره، با طبق اون قوانین عمل کنه. بعد خانم شیرازی میگه که اینها فحش اسلام دادن چون نتونستن اون یه نفر رو پیدا کنن،
گفتن خب ما میریم همه رو میکشیم، هر کی بی گناه میره بهش، هر کی هم گناهکاره که ما به اصطلاح ترتیبش رو دادیم و به سزای اعمالش رسوندیم. نترسین، میرم سراغ این پیام. ببخشید. درود به جناب آقای سوربی گرامی، امیدوارم که خود و خانواده‌ات از این ویروس لعنتی کرونا دور باشید. ممنونم، درود ورود به شما، امیدوارم شما هم و خانواده‌تون از ویروس دور باشید. بفرم. همیشه که مورد نظرت بود و علاقه من بودی که این یارو آقای ترامپ این سری دوم انتخاب نشه، خوشبختانه شانس آورد با شما یاری کرد. خوشبختانه شانس آورد با من یاری کرد؟ اینجوری که شما میگی مثل که شما هم نمیخواستی ترامپ انتخاب بشه. بعد شما چه کار من داری؟ من که اینجا حرفای خودم رو میزنم، شما حرف خودتو بزن ببینم شما چی میخواین، که من ببینم. آقا من خیلی تنها هستم، آقای فلا ترامپو میخواد، آقای پیروز محبی ترامپو میخواد، آقای رامین اعتبار ترامپو میخواد، این دوست ما که نه اسمشو میگه نه. کارمون خیلی خرابه، ما یه پیام هنوز بلد نیستیم بذاریم. انتخابات نه تو ایران داشتیم، نه بلدیم، نه اینجا بلدیم، ولی میخوایم همه دنیا رو بریزیم به همو درست کنیم. پیام مورد نظر من نمیبینم. شما چه کار داری؟ شما اصلا از کجا میدونی من به ترامپ رای دادم، به جو بایدن رای دادم، یا به اون ایندیپندنت رای دادم، یا اصلا رای ندادم؟ ولی مورد نظر من بود که این انتخاب نشه. این قسمت شما درست میگی. بفرمایید. شما و ما بقیه اکثریت رسانه‌های چه خارجی چه ایرانی، غیر از کانال یک شهرام همایون و اون آقای مهدی کی بود اسمش؟ وطنخواه آریایی، ایران آریایی. به غیر از این دوتا کانال، ما بقیه همه از جناب ترامپ بدگویی میکردن. آقا این حرفا چیه؟ شب و روز دارن از چون ترامپ میخورن. شما چه تلویزیون اسم ببر تا مردم ببینن که شما اصلا مثل که یا عوضی گوش میدی یا عوضی میشنوی. این آقای نادرنژاد دوستان یکی لینکشو پیدا کنه که گفت ما ایرانی ها عادت داریم به عوضی شنیدن و عوضی گفتن. همه تلویزیون های ایرانی به غیر از من و یکی دیگه شون همه طرفدار بایدن بودن. این حرفا چیه؟ بفرما. مثلا رسانه های خارجی که حسابی سنگ تمام گذاشتن در نابودی ترامپ و بالاخره به نتیجه هم رسیدن. امیدواریم که حالا این آقای بایدن با به دل شما باشه. عزیز من، ترامپ مثل شاه کمدان خودش رو نابود کرد. ترامپ مثل خمینی خودش رو نابود کرد. ترامپ مثل روحانی خودش رو نابود کرد. ترامپ مثل خامنه ای خودش رو نابود کرد. اینها خودشون رو از بین میبرن. من کی باشم؟ 330 میلیون اینجاست، حالا بگو 200 میلیون میتونن رای بدن. من 1200 میلیونیومم. شما اگه ریاضی بلد باشی 1 رو بنویس اون بالا، یه خط بزرگ بکش که جای 200 میلیون بشه، یه 200 بنویس 6 تا صفر. من 1 هم اون بالا 200 میلیون این تعداد دارم. این حرفا چیه؟ بفرما. بگذاریم. در ضمن امیدوارم که این دم خرتون رو از ته نشیده باشین، یه خوردهش رو واسه بعضی از سوالات بعضی از دیگران غیر از آقای بهرامی جواب بدین. ببین همه بزلگو هستیم، همه طعنه میزنیم، همه متلک میفرونیم. چون من با آقای بهرامی گفتم آقا اصلا خر ما از کرگی دم نداشت، ایشون داره میگه که دم خره رو فعلا کوتاه نکن، بذارید من پیغام بذارم. بفرمایید. مثلا برنامه شما و برنامه مجاهدین از این دستگاه جیلویز پخش نمیشه. علتش اینه که ماهیانه باید پرداخت کنین که پرداخت نمی کنین یا اشکال دیگه ای هست؟ والا شما خودت سوال میکنین خودتم جواب میدی. من یکم نگاه میکنم، مثل اون معلمه بود گفت که آقای پرتغال فروشی دو تا پرتغال داشت، فروخت دو تومن 4 تومن، رفت نون خرید رفت خونه. بعد یکم نگاه کردید همه چیز رو گفته، به بچه ها گفت حالا شما پیدا کنید پرتغال فروش رو.
شما میگید که برنامه ما و مجاهدین از جی ال ویز پخش نمیشه. آقای جی ال ویز عطا معینی باهایی است و من انقدر برنامه های باهایی پخش میکردم که ملت فکر میکردن من باهایی هم و من باز یکی از اولین تلویزیونایی بودم که تو تلویزیون جی ال ویز بودم. ولی تلویزیون جی ال ویز این حکومت باهایی ها که اونا را ما مثل مجاهدان نمیشناختیم، اینا یک حالت مافیایی دارن. به من میگه ضمناً جی ال ویز به ما حتی پولم میداد توی تلویزیون اونا باشیم، چون ما برنامه درست میکنیم، اون از برنامه ما داره دستگاهاشو به شما قالب میکنه. بعد دیگه دید اینا خیلی همه خلن پول نداد، گفتیم اب نداره، پولی نمیگیره، نبایدم پولی بگیره. ولی میگه که شما برنامه که میسازی بده به ما کنترل کنیم. میگم منظورتون از ما کیان؟ شما هم شدی مثل شاه در زد، میخواست بره تو اتاق فرع، گفت کیه؟ گفت ما. گفت من امشب خسته هستم، همتون با هم نیان، یکی یکی بیان. یعنی چی ما؟ گفت اینایی که خودش این کلمه رو برای من استفاده کرد، اسکولر مثلا استاد دانشگاه رو میگن، این کرسی داره اینجا، این میتونه مثلا راجع به فلان ادبیات، فلان الکترونیک صحبت کنه. گفت این استادای بهایی برنامه شما رو ببینن و دیگران، از آقای حسن ارشاد شروع شد، از برنامه خانم نیلوفر شروع شد اینا. گفتم برو مردک، ما از دست آخوند و شاه و وزارت ساواک و وزارت ارشاد و فلان در رفتیم، حالا تو آمریکا و کانادا اسیر شما بشیم؟ این جی ال ویز. و ضمناً دوست عزیز، یا سوال کن، اینجا میگن یا کوئسشن یا استیتمنت، یا تو ایران هم میگو این جملت سوالیه یا خبریه. مثلا شما میگی که سوربی اومده، سوربی آمد، خب طرف میگه what happened، یا سوال کن یا یه خبری رو بده، نه که خودت سوال کن خودتم خبر رو بگو. خب بریم، باید بعد از برنامه آقای نیساری میام سراغ شما، همینجا رو داشته باش، بریم یکم آقای نیساری صحبت کنه، منم یه استراحتی کنم. ما نزدیک هستیم با ترامپ، از ترامپ وا گرفتیم، میرخسیم. موامونم چقدر بلند شده، بیریخت شده. آقای نیساری کجای عزیز؟ ساعت 3 بعد از ظهره. خب هر وقت شما اومدی به ما زنگ بزن. ولی خیلی جالبه، میگه فرزاد is not available, is unavailable. اوکی، you call me، براش می‌نویسم، شما زنگ بزن. پلیزش هم نوشتم. خب give me a call when you are back. خیلی هم خوب. اوکی، برگردیم به این دوستمون 424. حالا اون دوستی که برنامه منو می‌بینه، ولی شما به اون گفتی تو پیام دومیشونه. خب اگه خیلی جالبه، آمریکایی‌ها میگن اون کاری رو انجام بده که خودت روزه‌شو میخونی. اون حافظ هم گفته واعظان کین جمله بر محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میرون آن کار دیگر میکنن. آمریکایی‌ها خیلی ساده میگن practice what you preach، یعنی این چیزی رو که بالای منبر میگی خودت انجام بده. این دوست ما که حالا رفته خونه دوستش، تلفن هم نداره، از تلفن اون استفاده میکنه، اون بهش گفته مطمئن باشه سوربی شماره منو نمیبینه. من فکر کنم این دوستو میشناسم کیه. اینی هم که آدرس منو داره بهش بگو اولا من تو اون آدرسه نیستم، الان 2 سال اومدم اینجا، دو من همون چیزایی که فرستادی بس بمانه. بعد گفته من میرم در خونهش، اصلا این شماره تلفن مال کالیفرنیان، مال کجاست؟ بله آقای نیساری شما زنگ بزن، من زنگ زدم شما جواب ندادی عزیزم. بله آها، خیلی هم خوب، بله مرسی. آقای نیساری هم مثل همیشه رشید نشستن و من تصویر شما رو بدم به سیستممون و بشینم پای صحبتای شما. یه جایی دیدم نوشته بود ماه آبان خیلی شلوغ است، احتمالاً
و همون ماجرای گرون شدن بنزین و سال قبل و اینها بود، ولی بعد دیدیم هفتم آبان با وجودی که شما و دوستان هم گفته بودید و اینها، آخوندها هم راه ها رو بستن و اتفاق آنچنانی نیفتاد. من ساکت میشم تا شما ما رو آشنا کنی با شرایط و اوضاع و احوال ایران، ایران current affair، ایران US، US election. دوستان عزیز، با آقای فرزاد نیساری هستیم. من در حین برنامه صفحه فیسبوک ایشون رو هم نشون میدم، اگه خواستید میتونید مستقیم با ایشون صحبت کنید و در تماس باشید. آقا خیلی خوش آمدید، بفرمایید. با درود بر شما و میهمانان گرامی. صدای من میرسه؟ بله قربان، بفرمایید. بسیار عالی، بسیار عالی. با درود بر شما و میهمانان گرامی، با درود بر هم میهنانی که این برنامه رو نگاه میکنند و با درود بر فرزندان گرسنه و بی سر و پناه ایران که دست روی آنها را از راه دور میبوسم. فرزاد نیساری هستم، از ایل قشایی، سرباز میهن ایران در خدمت مردم ایران. امروز صحبتی میخوام بکنم در رابطه با انتخابات در درون آمریکا و اثری که اون در رابطه با تحریم ها در ایران داره و نقش اون و به اصطلاح بازی که بین رژیم و اون اتفاقاتی که در آمریکا میفته بر سر چه مسائلی هست. صحبت این است، آیا انتخابات آمریکا اثری بر تحریم ها در ایران را دارد؟ تحریم ها چه نقشی در زندگی عادی مردم دارند و خواهند داشت؟ به قول ریاضیدانان، هر معادله دو طرف دارد. برای پاسخگویی درست به این پرسش ها باید پیش از هر چیز دو طرف معامله را در نظر گرفت. یکم به جمهوری اسلامی مستعمره ایران می‌پردازیم. آیا تا به حال دیدید که یک انسان یک پا در مسابقه دو از یک دونده قهرمان جلو بزند؟ تا به حال دیدید که مرغی خانگی در ارتفاع عقاب پرواز کند؟ اگر چنین چیزهایی امکان پذیر باشد، آنگاه می توان انتظار داشت که دگرگونی های انسان دوستانه از دست این رژیم برمی آید. چنین نیست و این رژیم هم قابلیت مردمداری را ندارد، همان گونه که مرغ خانگی قابلیت پرواز در ارتفاع عقاب را ندارد. نه تنها توانش را ندارد، بلکه از همه چیز مهمتر خواستش را هم ندارد. رژیم کنونی به لحاظ نیرو و توانایی همانند انسانی است یک پا و مرغی خانگی و از کوزه آن نیز همان برون میتراود که در اوست، یعنی خیانت به انسانیت، دروغ، نیرنگ، فحشا و تجاوز به مال و ناموس مردم. چرا چنین رژیمی با چنین محدودیت هایی قابلیت ادامه حیات دارد؟ چه چیزی این رژیم را بر سر پا نگاه داشته است و تا چه مدتی این رژیم میتواند بر سر پا بیستد؟ ایدئولوژی و فعالیت این رژیم بر چه محورهایی استوار بوده است و خواستگاه نفوذی این رژیم مستعمره‌چی در چه نهفته است؟ آیا نتیجه سیاست‌های این مستعمره‌چی‌ها نقشی در پیوند با سیاست‌ها و خواستگاه‌های نقطه مقابل این رژیم بازی کرده است یا می‌کند؟ پاسخ در بازده و نتیجه کار این مستعمره‌چی ها نهفته است. مشخصات بارز این رژیم در 41 سال گذشته عبارت بوده است سه مسئله. من میخوام اینجا ابراز کنم و این سه مسئله رو در رابطه با آمریکا هم میخوام در نظر بگیرم و از میهمانان گرامی و اونهایی که دارن نگاه میکنن درخواست میکنم که روی این سه مسئله تا اونجایی که میتونن دقت کنن و تفاوت اینها رو ببینن. یکم، سرکوب هر گونه دادخواهی سیاسی و جلوگیری از شرکت همگانی مردم در سیاست کشوری. این کاری است که رژیم کرده. دوم، فراری دادن مغزها از ایران و جلوگیری از پیوند علم دانشگاه با صنعت. پس اول سیاست رو محکوم کرده، سرکوب کرده، دوم علم رو سرکوب کرده، سوم بستن یکایک مراکز تولید و یا سپردن آنها به زالوزاده های آقایان علم های جزام و از ریشه کندن پیشرفت های علمی. به موشک پرانی هم خواهم رسید. این سه بازده را به یاد بسپارید.
پس سیاست بود، علم بود و اقتصاد. هر سه از دست مردم بیرون کشیده شده و در دست مستعمرچی ها قبضه شده است. حال ببینیم که نقطه مقابل این رژیم چیست و چه مشخصاتی دارد. نقطه مقابل این رژیم مستعمرچی جمهوری اسلامی را باید بهتر بشناسید. بگذارید کمی بیشتر به شناخت از این نقطه مقابل بپردازیم. به نظر می رسد که سیستم و یا نیروی مقابل کننده با این رژیم به نظر می رسد. بحث من این هست که همچین چیزی نیست. به نظر می رسد که آمریکا و طرفدارانش هستند. در حقیقت منظور آنها، منظور این رژیم، دنیای سرمایه‌داری سنگین و به لحاظ علمی پیشرفته است که در مقابل آنها ایستاده است. مشخصات اصلی این نقطه مقابل در یک واژه، یعنی انحصار، متمرکز می شود. این رو کامل به یاد داشته باشید. انحصار. این نقطه مقابل تو بخوان تراست ها و کارتل ها، یا باید با نیروی سلاح قهرآمیز و کشتار ملت های دیگر را سرکیسه کند و انحصار همه چیز را در دست بگیرد، یا با تکیه بر سیاست های موفق گذشتهش از در دیگری وارد شود تا به چپاول ادامه دهد. یعنی یا سلاح یا اسب تروا یا هر دو. نتیجه باید این باشد که به هر روی به انحصار دست یابد. یادتون باشه کودتای 28 مرداد یکی از اولین سیاست های دخالت در کشورهای دیگر بود که مملکت ما رو درگیر کرد و ادامه چپاول مال و منافع مردم ایران، و به دنبال اون بود که در حقیقت آمریکایی که قدرت گرفته بود شروع کرد از همون نسخه استفاده کردن و کشورهای دیگر رو به زیر به اصطلاح قیمومیت و هژمونی خودش در آورد. حالا انحصارات و گونه های آن چگونه عمل می کنند؟ این سه نکته رو در رابطه با انحصارات هم لطفاً به یاد داشته باشید. انحصار سیاسی در مقابل استقلال سیاسی، انحصار علمی در مقابل استقلال علمی، انحصار اقتصادی در مقابل استقلال اقتصادی. استقلال اقتصادی در صورتی به دست می آید که با تکیه بر علم و تکنولوژی محلی بتوان در مقابله و رقابت با دیگران پرداخت. بنابراین بیگانه و نوکران مستعمرچی آنها با شکستن امکانات علمی در ایران مردم را وابسته به علم و صنعت و تکنولوژی بیگانه می کنند تا استقلال علمی و در نتیجه استقلال اقتصادی ایران را از بین ببرند. چنین حملاتی به استقلال اقتصادی و استقلال علمی در صورتی به راحتی انجام پذیر است که بیگانه بتواند دست مردم ایران را از شرکت در سیاست داخلی خود محروم سازد. و اینجاست که رژیم مستعمرچی جمهوری اسلامی و همه نمایندگان آن دست در دست بیگانه عمل کرده و مردم را از شرکت در سیاست محروم کردند. بنابراین تعادل در هر دو طرف معادله با هم همگون است، بوده و خواهد ماند، مگر آنکه این رژیم را سرنگون کنیم و به جای آن رژیمی مستقل و ایران خواه را بر سر کار بیاوریم، آنجا که مردم بتوانند در سیاست داخلی خود آزادانه و بدون سرکوب شرکت کنند و تصمیم گیری کنند. آمریکا و سیاستمدارانش برای منافع آمریکا کار می کنند، وگرنه نام این انتخابات را می‌گذاشتند انتخابات فرماندار برای جمهوری مستعمره ایران. چه بایدن چه ترامپ هر دو پاسخگوی مردم خود هستند و تراست ها و کارتل های آمریکا. تحریم ها تنها نوع کالای مصرفی را تغییر می‌دهند. آخوندها اگر نفت باشد نفت را می‌فروشند، اگر نباشد شلوار، مال و ناموس ما مردم ایران را می فروشند. برای آخوند مستعمرچی آنچه مهم است مزدوری است و سرکار ماندن. دلار می فروشند تا ارزش پول ارباب را بالا ببرند.
یعنی در حقیقت وقتی که ما هر دو طرف مقابل یکدیگر رو نگاه میکنیم، جمهوری اسلامی مستعمره ایران و آمریکا، میبینیم که هر دو سیاست، خواستگاه، حرکت به اصطلاح فعالیت سیاسیشون، علمیشون و اقتصادیشون، هر دو نتیجهش یک چیز هست. در حقیقت این جمهوری اسلامی همونجور که بارها گفتیم فرزندان خلف و مارزاده های همون رژیم پالانی هستند. به یاد بیاریم که حاج محمد رضا پالانی در اواخر در اومد گفت که من هر کاری که اینها خواستن از من انجام بدهم که انجام دادم، پس چرا از من دست بر نمی دارن و می خواهن من را از کنار بگذارن؟ درست همین هست که چون چشم و گوش مردم باز شده بود و حیله‌گری و به اصطلاح دست نشاندگی اون رژیم در مقابل مردم باز شده بود، ترفند دیگری نیاز بود و این بار برای اینکه کار به اسلحه کشی به اون صورت نکشه و جنگ داخلی به اون صورت راه نیفته و کار از این چیزی که از خرابتر نشه، در حقیقت جمهوری اسلامی رو سرهم کردن که در ترشی هم خوابنده بودن و آقای خمینی رو سر کار آوردن و ما بقی داستانی است که ما در 41 سال گذشته در حقیقت روبرو بودیم. اما ما آیا از این مسائل درس میگیریم؟ اینها مسائلی است که در 120 سال گذشته ملت ما را احمق حساب کرده و در حقیقت با نشستن برگرده چنین افکاری هست که ماها رو به اینجایی کشیده که الان هستیم. هنوز که هنوز هست بعضی از فرهیختگان ما که سواد به اصطلاح خودشون سیاسی بسیار بالایی دارن و شعور به اصطلاح علمی بالایی هم دارن، هنوز که هنوز هست به دنبال تضاد در درون این رژیم و رژیم‌های مشابه می‌گردند و صحبت از این هست که ما از این تضادش بر علیه اون استفاده کنیم، از اون تضادش بر علیه این استفاده کنیم و تئوری‌هایی رو که 200 سال هست کهنه شده اونها رو میخوان از دوباره رنگ و آب بدن و بپوشونن به تن مردم ما. ما بایستی بیدار باشیم، فرهیختگان ما، تحصیل کرده های ما بایستی بیدار بشن، بایستی دست از این شعبده بازی هایی که بیگانه در مقابل ما گذاشته بردارن، از تماشا دست بکشن و در حقیقت عملا این رژیم رو سرنگون کنیم و اون چیزی رو که به جاش میگذاریم بایستی چیزی باشه که فرزندان ایران بتونن به سازندگی خودشون و به سازندگی مملکتشون کمک کنن. زنده و پیروز، در خدمتتون. ممنونم از شما. من دیدم که قبلا هم آقای به نام سعید یوسفی روی نوشته های شما حمله میکنه. اینجا نوشتن برای شما یک مش چرندیات و دروغ و پروپاگاندا. من از ایشون میخوام که خب اولا چرندیات، هر کسی میتونه فکر کنه که نظر دیگران چرنده، ولی وقتی شما میگید دروغ، اگه آقای نیساری یه دروغی میگن، این وظیفه شماست که بیان بگین چه چیزی رو دروغ گفته ایشون و به مردم حقیقت رو یا واقعیت رو شما بگید. پروپاگاندا کسی انجام میده که تبلیغ میکنه برای یه دولتی، برای یه شرکتی. من تبلیغی نمیبینم از طرف آقای نیساری. ایشون هم به عنوان یک ایرانی نظریات خودش رو داره میگه، ولی من دیدم که شما با آقای نیساری مشکل دارید و امیدوارم در یه برنامه بتونید همون جوری که من قبلا هم گفتم، شما آقای نیساری حتما توی فامیلتون دوستان، یعنی فامیلی دارید که باشون مخالفید، ولی توی مهمونی ها هم دیگر رو میبینید، احتمالا همسر شما، خانواده شما میگن بابا نیم ساعته بحث سیاسی نکنید، یه چای میخوریم میریم دنبال کارمون. من نمیدونم وقتی ما میاد تو فضای اجتماعی این مدیا، رسانه های سیاسی و اجتماعی، چرا به همدیگه پرخاش میکنیم، توهین میکنیم. البته حالا بازم خدا پدر ایشونو بیامرزه که به فوش خار مادر هنوز نرسیده. نوشته جناب سوربی، ایشون چرا مردم و مردم میکنن؟ از طرف خودشون حرف بزنن، بهش بگو پاشو برو ایران سرنگون کن. آقا من نه هیچ کسی دیگه ای حق نداریم به کسی بگیم پاشو برو ایران. من و شما هممون دیدیم شاه اشتباه بزرگی که کرد، آمد به مردم گفت که شما اگه نمیخواین پاشید برید خارج. تازه اون میگفت برید خارج، خارجی که بهشت بود برای مردم، و حالا بدبخت هر چی بود میگفت حتی پاسپورت هم بهتون میدیم. اون وقت شما نشستی تو اروپا،
به آقای نیساری میگی پاشو برو ایران، آخه اون وقت شما خودت رو راستگو میدونی، آقای نیساری دروغگو، نکنید اینجوری. آقا مثل من بارها گفتم، دوستان میگن آقا شما که از همه ایراد میگیرید، به نظر شما باید چه کار کنیم؟ موقع من میگم چون نظرم رو خواستید باید مثل خمینی بلند شید برید ایران. میگن نه آقا خمینی که آمریکا کمکش کرد. میگم شما برو کمک پیدا کن. میگه ما نمیخوایم با کشورهای دیگه. میگم خب همینجوری بمون، 40 سال موندی حالا میمونی. شما نظرتون چیه درباره آقای سعید یوسفی؟ میخواین اصلا صحبتی داشته باشید یا نه؟ بله من صحبت کلی میکنم اگر اجازه بدید. بفرمایید. ببینید صحبت هیچ شکی نیست، هیچ شکی نیست که آینده ایران رو ایرانی هایی که در درون ایران هستن رقم میزنند، و هیچ شکی نیست که رهبریت انقلاب آینده بایستی در دست مردم ایران باشه، و هیچ شکی هم نیست که ما در درون ایران هزاران انسان فریخته و زرنگتر و بالاتر از من هست، و امیدوارم و آرزوی من این هست که کمک کنم که اونها بیان بالا و قدرت رو در دست بگیرن. تفاوت من با دیگران در این هست آی سربی، تفاوت ما در جنبش ایران با آنان با دیگران این هست که ما خود را از مردم ایران میدونیم، و چون خود را از مردم ایران میدانیم از هر کسی که در مقابل این رژیم بایسته دفاع میکنیم. حالا بحث این هست، شما دست رو روی نکته بسیار خوبی گذاشتید. ببینید صحبت اکثر اینها این نیست که آقای نیساری یا آقای اکس یا آقای ایگرگ حقیقت رو میگه یا دروغ میگه یا نیرنگ باز هست. اینها هیچ کاری به این چیزا ندارن، صرفا میان یک شعار میان که آقا شما پوچ میگید، شما دروغ میگید، این چیزی رو که شما میگید درست نیست. نه خیر، اینها وظیفه‌مندن در مقابل مردمی که قبر خواب هستند، در مقابل فرزندان ایران که گرسنه هستند و خانه و کاشانه ندارند، یک همچین انسانهایی وظیفه مند هستند که به قول خود شما در مقابل من و امثال من بایستند، و به جای این درازگویی ها و گندگویی ها و به جای صرف علکی لغات و واژه هایی که نه به درد من میخوره نه به درد اونها نه به درد دیگری، در حقیقت به کل مطلب بپردازند و بگن که آقای نیساری اگر سیاستش این هست کجاش اشتباه هست و کجاش درست هست. ولی صرفا میان و حمله میکنن و این کار درستی نیست. ولی از اینها هم که بگذاریم، اکثر جنبش در حقیقت همه فکر میکنن که چون تا یک سازمان تک نفره 5 نفره تشکیل دادند، رهبریت کل مردم ایران رو اینها در دست دارن. ملت ایران یک ملت چند قومی، یک ملت 80 میلیونی است، و برای به اصطلاح به بار آوردنش و بلند کردنش ما با یک چیزی خیلی بیشتر از ارتش جاویدان دوران هخامنشی نیاز داریم، یعنی به ده‌ها هزار انسان فریخته، به ده‌ها هزار انسان به اصطلاح عالم، دانشمند، سیاستمدار، همه اینها بایستی بیان. صحبت من این است که تمام این سازمان‌های ایرانی رو الان هم دور هم بگذاریم شاید به 100 نرسه، یعنی ما در حقیقت توی هر بطن هر کدوم از اینها ما 100 نفر انسان فریخته می‌خوایم نیست اینها، بنابراین اینها همه در ایران هستن. اما وظیفه ما چی است؟ ما دو کار میتونیم بکنیم، یا بشینیم در مقابل این به اصطلاح سلطه بیگانه و اجنبی که اینها میان و سر کار میگذارن خاموش باشیم و گرسنگی فرزند ایرانی رو فراموش کنیم، یا اینکه زبان باز کنیم و اون چیزی رو که میبینیم به حقیقت به زبان بیاریم. آدمهایی مثل ایشون که میان و در حقیقت بدون پاسخ به خواسته‌های مردم ایران و بدون راه حل نشون دادن، حتی جلوی راه حل ما هم میایستن، انسان نمیشه نامشون رو گذاشت. ما قضاوت یک چنین آدمهایی رو به مردم ایران واگذار میکنیم. در حقیقت همونطور که ایشون برای من پیغام اینجوری میده، مطمئن باشید صدها نفر هستن که پیغام از راه دیگری میدن که ما نمیخوایم پخش بشه، به خاطر اینها گیر نیفتن. در هر روی ما اینها رو واگذار میکنیم به خودشون، ولی بیعملی هرگز نتیجه بخش نبود و نخواهد بود. بسیار ممنونم. ایشون نوشته که آقای سربی شما به من میگید به ایشون نگم بره ایران، ولی آقای نیساری به مردم میگه برید ایران. ضمناً نوشتن که من 10 بار درخواست بحث با ایشون داشتم و از ایشون فقط فحاشی شنیدم. حالا یه چیز دیگه من به شما بگم. ببینید آقای یوسفی، شما میای یه چیزی یه جا مینویسی، مثل من مینویسم، هر کی هم میخواد بیاد من باهاش میخوام صحبت کنم. خب یکی حاضر میشه یکی حاضر نمیشه، یا
شما به من میگی سوربی بیا درباره این چیز صحبت کنیم، میگم آقا من اصلا میلی ندارم. همینجور که به دوستمون آقای فلاح میگم آقا من دیگه تو فیسبوک نه با شما نه با کسی تک تک کلکل نمی کنم. بذارید مردم آزاد باشن، بذارید با خواست خودشون بیان. من دیروز برای آقای نیساری نوشتم شما فردا هستی میتونی با ما باشی؟ ببینید دو تا سوال 50%، هستی میتونی با ما باشی؟ ایشون گفته بله بله امروز با ماست. اگه نخواست بیاد آقا حقشه. شما تو دادگاه یه جرمی رو انجام میدی، یه قانونی هست بهش میگن take fifth، fifth amendment، اونجا شما میتونی یه سوال که ازت میکنن جواب ندی، چون ممکنه این جواب به ضررت تموم بشه. حالا اون دادگاهه، اون قانونه، من و شما نباید خودمون رو قاضی و اداره نمیدونم کلانتری و فلان نبدونیم. در صد ما راه طولانی داریم. خیلی ممنون از هر دوی شما دوستان. آقای نساری ممنون و متشکرم. یه چیزی توی صحبتهای شما، البته من چون جمعه هست میخوام شوخی کنم، گفتید که مردی که یه پا داره نمیتونه سریع تر از اون دو. اینجا میدونید که یه آقایی بود که دو تا پا نداشت، رفته بود از این پاهای مصنوعی گذاشته بود و چون سریع میدوید، چون پایی رو که گذاشته بودن براش مثل پای یوز پلنگ درست کرده بودن، اونای دیگه شکایت کردن گفتن آقا این مثل آدم آهنی و اینا. البته همین نادان رفت و دوست دختر خودش رو کشت و اینها. نمیدونم، خبر ندارم که الان زندان هست یا نه. و اما باز جمعه است و اینا، یه یادی هم از رفتگان بکنیم. من یه عموی داشتم، این عاشق خروس و مرغ و خروس بازی و این چیزا بود و رفته بود اون موقع که 500 تومن پول یه موتورگازی بود، 500 تومن داده بود یه خروس اسرائیلی خریده بود. آقا این خروسه یادتونه تو دهات روی پشت بام سگ بود، این خروسه میرفت رو پشت بام، هر کسی رد میشد از اون بالا میپرید، یعنی مردم محل عاجز شده بودن و خود ما هم جرئت نمی کردیم. حالا شما گفتید، من فکر کنم این خروسه از عقابم وحشتناکتر بود در حمله کردن. خیلی خوشحالم که شما هم لبخند میزنید. من ساکت میشم اگه شما با صحبت دارید بفرمایید. ببینید صحبت من با این دوستان این است، من جاسوس هیچ کس نیستم به جز مردم ایران. من به اصطلاح نمایندگی از هیچ کس نمی کنم به جز مردم ایران. من خواهانه پیشرفت هیچ کس نیستم به جز مردم ایران. گفته هام رو هم که آزادانه میگم و از هیچ کس هم ترس ندارم. در زمان خمینی گفتم، الانم میگم، در زمان شاه هم گفتم، فردا هم خواهم گفت. ولی در پنهان نمی کنم که من کیستم. ولی اینها در حقیقت سیاهی کیستی میاد جلو و فحاشی میکنه. وقتی که سوال میکنم میگم آقا جون شما از چه سازمانی دفاع میکنید؟ اگر فرد هست که از سازمانی دفاع نمیکنه، بالاخره ایده داره، اندیشه داره، میدونه که راه هر چی هست، یک خواستگاهی داره، ولی اینا حاضر نیستن. در حقیقت اکثرا سایبری هستن و حاضر نیستن اعلام کنن که از چه سازمانی دفاع میکنن یا با چه سازمانی هستن. 99% اینها سلطنت طلبه هستن، 99% اینها یا حزب اللهی هستن یا به اصطلاح طرفدار رژیم هستن، حقوق بگیر هستن، مزدور هستن. وگرنه جناب چرا من حاضر نیستم با شما صحبت کنم؟ حتما علت داره. مطمئن باشید که شما یک سوالی کردید، من از شما پرسش کردم که کیستی و شما حاضر نیستی پاسخ بدید، حاضر نیستی حتی بیای بگی آقا جون من به هیچ سازمان و حزبی مربوط نیستم. بعد من سوال میکنم که آقا شما ایدتون در رابطه با فلان چیز چی است، در رابطه با فلان چیز چی است. ما که بیکار نیستیم آقای سوربی که بشینیم به هر کسی ناکسی که بیاد بخواد من و شما رو بازیچه دست خودش و به اصطلاح اطلاف وقت بکنه، ما بایستی با این موهای سفید بایستی بشینیم و بازیچه دست بشیم؟ این غیر ممکنه. بسیار ممنونم آقای نیساری. شما باز در رابطه با انتخابات آمریکا یه چیزی رو گفتید که الان من چند ساله دارم تلاش میکنم به مردم ایران بگم. دیروز یه دختر خانم جوونی با من تماس گرفته بود، حتی با حالت پرخاش که یعنی ننگ بر شما اگر به بایدن رای دادید اینا. هم بهش میگم خب خانم شما چه فرقی داری با حزب اللهی که میگه فقط باید بیای به اصطلاح ولایت فقیر رای بدی؟ و شما تو آمریکا، من تو آمریکا باید زندگی آمریکامو نگاه کنم،
من دارم به رئیس جمهور آمریکا رأی میدم، نه به قول آقای نصاری رئیس جمهور مستعمره جمهوری اسلامی فلان. نه، شما اشاره ای که داشتید این رو حکایت میکنه که شما هم باور دارید که هم آخوندا برای ترامپ خوب بودن و هستن، هم ترامپ برای آخوندا خوب بوده و هست. ضمناً دوستانی که طرفدار ترامپ هستید، ترامپ هنوز تا 20 ژانویه رئیس جمهور این مملکته. به جایی که بره دادگاه شکایت کنه، میتونه بیاد هر کاری میخواد انجام بده، هر غلطی که قولش رو داده انجام بده. گفت من 2000 مایل دیوار میکشم، تنها دیواری که کشیده احمق کشیده دور خودش و دور همسرش و بچهش، دیوار واشنگتن. بعد ببینید واشنگتن رو به چه روزی انداخته. کسی که نتونسته یه شهر به این کوچولویی رو اداره کنه، شما چجوری انتظار دارید بیاد کشور ایران رو که چند گروه، چند ملیت، چند زبان اونجا هست اداره کنه؟ درصد ممنونم و خیلی خوشحال شدم که حس کردم که شما هم اون حرف من رو میزنید و باورمون یکیه که بهترین حکومت برای اروپا و آمریکایی‌ها همین حکومت جمهوری اسلامیه و بی خود نیست که 42 سال موندن، دلیلش حمایت این کشورهای غربی. بفرمایید. کاملا من فقط یک جمله پایانی رو بگم. ببینید دو به اصطلاح نقطه عطف در چند سال اخیر اتفاق افتاد. یکی اون مسئله تحریم ها هست که حتی دموکرات ها سر کار بودن که این تحریم ها رو به جون مردم ایران بستن و با این تحریم ها در حقیقت پول بیشتری به جیب آخوندها ریختن. دوم اون قیام آبان 98 بود که من قبلا هم گفتم و هنوز هم میگم کنترل اینترنت دست غرب هست و اونها در وقتی که دیدن رژیم داره از پا میفته و مردم دارن هزار هزار توی خیابونا میان، اینترنت رو قطع کردن، یعنی ارتباط مردم ایران رو غرب کردن. اینها به اصطلاح سنگ محک است که مردم ببینن آقا چه کسی برای اینها کار میکنه، چه کسی در خدمت اینها هست. این بیگانه ها همه دست در دست رژیم جمهوری اسلامی دارن، هیچ شکی نکنید. بسیار ممنونم. آخر هفته خوبی برای شما آرزو میکنم. دوستان عزیز، شما هم اگه مایل باشید که در برنامه‌های تلویزیون مردم صحبت کنید، یا با خود این دوستان مستقیما تماس بگیرید، یا من حتی با این آقای سعیدی و آقای یوسفی یادمه گفتم آقا شما میگید ایشون نمیاد با شما صحبت کنه، خب شما بیا برنامه بذار برای خودت صحبت کن، قشنگ تو اونم اسم ببر، بگو من دارم درباره برنامه آقای نیساری صحبت میکنم، فلان روز در فلان دقیقه ایشون اینو گفت، این دروغ محض، اینو گفت، این فلانه و ایشون تا حالا نیومده. در صورت ممنون و متشکرم از اینکه با ما بودید. امیدوارم روزهای بهتری در انتظار همه انسانهای خوب دنیا باشه. و همچنین سپاس از وقتی که به من دادید. مرسی. دوستان عزیز، برمیگردیم و برنامه تلویزیون مردم و سوربی با مردم رو ادامه بدیم. شما بیننده این برنامه هستید. یه آقایی که عکس یه هنرپیشه آمریکایی رو گذاشته و اینا خیلی جالبه. اولا من نمیدونم واقعا خجالت نمیکشن که به جای عکس خودشون، خب من بلاکت میکنم، حالا قبل از اینکه بلاکت کنم بذار حداقل پیام اون دوستمون رو گوش کنیم، بعد یکی از راه میرسه اینقدر باز شعور معرفت داشته باشه، دو روز دو ساعت برنامه رو گوش کن، بعد بیا بگو این شبکه کی هست چی هست، تهمت بزن. حالا قطعت نمیکنم، به اصطلاح بلاکت نمیکنم، میذارم این پیامی رو که با دوستمون میخوایم گفت و شنود داشته باشیم، شما هم بشنوی و بیشتر نگاه کن، انسان باش، عکس خودت رو بذار رو فیسبوک، اسم خودت رو بذار، اون موقع اگه خواستی میتونی بیای صحبت کنی. بله، گوش میدیم به این دوستمون که از منزل دوستشون با شماره 424 زنگ زده. ضمناً به دوستت بگو که سوربی بارها گفته من خیلی نمیفهمم، ولی شما رو هم میشناسم. یوتیوب نگاه میکنیم گاهی وقتا که نه پخش نمی. بذارید دوستان، این دوست ما داشت در رابطه با جی الویز میگفت، حالا میگه که چون جی الویز نیستید دلیلش هم نمیدونه، ولی فکر کرده که ما پول نمیدیم. تازه اگه ما پول نمیدیم، خب نشون میده شما ها حمایت نمیکنید، ما پول نداریم بدیم. ولی گوش کنید، میگه حالا چون جی الویز پخش نمیکنید من از یوتیوب تماشا میکنم، ولی گوش بدید ما ایرانی ها به غیر از این که مفت خور هستیم چقدرم به اصطلاح میدونی، آمریکا میگه که طرف پول آبجو میده انتظار داره شامپاین بخوره، ولی اون اقلن پول آبجو میده،
انتظار شامپاین داره. من خیلی از شامپاین خوشم نمیاد، ترجیح میدم همون پول آبجو بدیم آبجو بخوریم. گوش بدید، علتش اینه که ماهیانه باید پرداخت کنین که پرداخت نمی کنین یا اشکال دیگه ای هست؟ تا اینجا در رابطه با جی ال ویزه بفرم. باز یه سوال دیگه هست، وقتی که ما یوتیوب نگاه میکنیم گاهی وقتا که نه همیشه و چندین بار یه ادورتایز هایی میاد که ما مجبور هستیم صبر کنیم تا تازه اون کادر اسکیپ بیاد، روش اسکیپ بزنیم، دوباره بعد 5 دقیقه دوباره همینطوری تکرار. با برنامه هست رایی هست که بشه اینو دیگه حذفش کرد، این برنامه تکرار نشه؟ این سوال بود. ایشون سوالش اینه که برنامه رو از یوتیوب تماشا میکنن آگهی میاد. آقا یوتیوب چرا میذاره من ویدیومو بذارم اونجا؟ از من پول نمیگیره. چرا میذاره شما نگاه کنید از شما پول نمیگیره؟ خب یه فکری بکنید با خودتون. حالا واتساپ این کارو میکنه، میذاره شما با خانم دخترت پسرت صحبت کنی، همه چی رو بفهمن، ببینن کی چی میخواد. شما تا گفتی من پلوپز پارس میخوام، اون برات آگهی پلوپز پارس بفرسه. چرا یوتیوب از من ویدیو رو میگیره میذاره اونجا، شما بیای؟ دوتامونم مجانی، عاشق چشم ابرومونه. حالا بنده چشم ابروی خوشگلی دارم، ولی شما چشم ابرو خوشگلی داری؟ تازه من فکر کنم بیش از یک سال بود که یوتیوب برنامه‌های ما رو آگهی نمیذاشت. اوکی؟ دو هفته از شروع شده آگهی میذاره. شما فکر میکنی یه آگهی که میذاره چند پول به من میدن؟ $200؟ اگر بدن یه سنت یا دو سنت، اونم اگه شما اون اسکیپ رو نزنی، یعنی بگی که من انسان شریفی هستم، میفهمم که این سوربی وقت گذاشته، حالا گذاشته رو یوتیوب اینو به من نشون میده که من یه چیزی در آینده شاید بخرم، یه پولی گرفته از اونی که آگهی رو چی میکنه، دو سنتش هم ممکنه بده به تلویزیون مردم. ببینید چقدر دنیا به کجا داره میره و ما کجا ولش میکنیم، میریم دنبال کار و زندگی خودمون. خب اینم ماجرای یوتیوب. بله راه حلی هست. فکر کنم اگه ماهی $5 بدی به یوتیوب، نه به من، فیلم‌ها رو بدون آگهی می‌بینی. ولی یادتون باشه این شرکت‌های بزرگ اول بهتون میگن بدون آگهی، بعد یه مدت بهتون آگهی میدن، دوباره میگه حالا اگه می‌خوای $10 بده. دلیلش هم بهتون میگم، پیدایش یا اصلا وجود کیبل این بود که گفتن اگر از آگهی‌های تلویزیون خسته هستید، ما کیبل میدیم در خونتون، ما $30 $20 می‌گیریم، تلویزیون بدون آگهی. اول بدون آگهی بود، بعدن مردم که چیز شدن آگهی رو هم چپوندن بهشون. الان اگه نگاه کنی مردم از کیبل خسته شدن، رفتن سراغ استریمینگ یا میگن cut the wire. اینم از این. این آقا سوال کرده کدوم شبکه است؟ این شبکه تلویزیون مردمه، اولین تلویزیون اینترنتی ایرانی. سال 2003 به همت خود من که انقدر از اینترنت و برق و الکترونیک میدونستم، این تلویزیون رو راه انداختم و تا امروزم به همت خود من مستقل وایستادیم اینجا. شما اول برو اسمت رو عوض کن آقای شان دیمون، بعدن عکستو بذار، بعدن بیا اینجا صحبت کنیم. پیام این دوستمون رو میشنوید. خواهش میکنم. این که میگی همراهی، خب راهی باید باشه تا همراهی هم باشه. اینه قشنگ گفتید، طبع شعر دارید، میگه شما به ما میگید همراهی کنید، همیاری کنید، راهی باید باشه، یاری باید باشه. خب آقا من که هستم، بفرمایید. یاری باید باشه تا همیاری هم باشه. خب هست که. حالا ببینیم که این یاری شما به کجا میرسه. ای بابا بعد 20 سال، من 22 سال تو کار رادیو تلویزیون هستم، بعد 22 سال شما هنوز نشستی که من یاریمو به شما ثابت کنم که شما $5 برداری دور سر تمام فامیل بچرخونی بعد برای تلویزیون مردم بفرستی؟ ای وا مصیبتا که ما کجا هستیم؟ همین آمریکایی‌های کافر کجا هستن؟ خب چشم، ما سعی میکنیم از امروز برای شما روزی دو تا پشتک بزنیم تا هم یاریمونو هم راهیمونو اینا رو نشون بدیم. بلکه شما تازه گوش کنید دوستان،
گوش کنید. و خب البته سوال دیگه هم بود در مورد واتساپ و نمیدونم این آیفون و اینجور برنامه ها که آره باشه بعدن. آره ببینیم اول اینا رو شما جواب بدین ببینیم چی میشه. خدا نگهدارت باشه، خود و خانوادت تری و سالم باشین. اوکی مرسی، شب بخیر، خدا نگهدار. تو این نگفته، تو قسمت دوم میگه اینی که از ما خواست یاریمونو ثابت کنیم، راهیمونو ثابت کنیم که ایشون همراه بشه و همیار بشه. تو پیام دوم میگه من از دوستم میخوام. خیلی ممنون. این آقای شان دامون یا هرچی میگه خودت مفتخوری. مفتخور تو هستی احمق، همین که الان اومدی اینجا مفتخوری. میخوای بهت ثابت کنم اگه مفتخور نیستی $10 بفرست بیاد، تا بگم $10 باید بدی گورتو گم میکنی میری. میخواستم ازت تشکر کنم، چون بعد دیدم آقای اکبری اینو نوشته، نوشته یوتیوب اگر تماشاگر پول بهش بده آگهی نمیذاره. دوستان اجازه بدین من این شاندامانم جلو شما به اصطلاح سرشو پخ پخ کنم و مثل خروس لوس بفرسمش بره. کامرای دو اینه، ببینید عکس یه هنرپیشه رو گذاشته. کایندنس، آخه هر کی میگه نون و پنیر تو برو سرتو بذار بمی، تو روز اولی که گورتو گم کردی اومدی اینجا. بفرما بذار بره. اوکی بذارید من به این جواب بدم. های ترابیس، very good, how are you doing? Oh, I gave it to Ryan with the tag and with that nice screwdriver. Ryan, his last name is Thompson, Mr. Thompson? Yes, I gave it to him. All right. You take care. Bye-bye. Have a nice weekend. بله، همین دوست ما میگه از پنسیلوانیا که دیروز اومدی چیزا رو کجا گذاشتی، حالا میخوان برن اونو بردارن. خب دوستان، یکی یکی ایرانی ها رو بشناسیم و اونایی که از من و شما سوء استفاده میکنن ما رو شناختن. خب بیایم این دوستمون که دوستش بهش گفته اگه از تلفن من استفاده میکنی یه وقت سربی شماره تا نبینه ها، اصلا نمیدونی چی میشه. خب بیاین اینجا. الو، درود بر جناب آقای سوربی، حالتون چطوره؟ آقا خوبم، مرسی. شما همیشه اینجوری صحبت میکنی؟ یا فقط وقت فیلم فارسی میبینی اینجوری صحبت میکنی؟ درود ورود، بفرما. انشالله که این ویروس کرونا از شما و فامیل دور باد. یادم رفت یه نکته رو یادآوری کنم. یادش رفته یه نکته ای رو یادآوری کنه. تو پیام قبلیتون شما 6 تا نظر دادی، 16 تا سوال کردی، تازه گفتی حالا من راجع به موبیل فون و واتساپ و این و اونم سوال دارم، اون باشه برای بعدن. انگار که من اینجا یه جنسی به ایشون فروختم و گفتم سرویس 24 ساعته هر وقت خاصی. خیلی توقعمون بالاست، به خاطر توقع بالا شالاتانا و شیادا میتونن خیلی ساده فریبمون بدن. میدونید شالاتانا کی هستن؟ کسانی هستن که برای مشکلات بزرگ شما جوابهای آسون دارن. هر چیزو بگی به آسونی بهت جواب میدن، چون میدونن شما ساده لو هستی، نعیف هستی و گوش میدی و میفتی تو دام. امروز تو دام خمینی، فردا تو دام ترامپ، فردا تو دام اون یکی و الی آخر. بشنوید. یکی تو برنامه قبل نام یکی از سران یارو فرقه رجوی شما گفته بودین که جعفر علیزاده، در صورتی که این اسمش علیرضا جعفرزاده است. من تعجب میکنم شما که با نه گوش کن، تعجب نکن. من برام میگم ماشینم رفتم پارک کردم بعد نتونستم پیدا کنم. حالا این تپوله علیرضا جعفرزاده که آقای فیلابی از من خواست آقای سوربی با اینم مصاحبه کن، وقتی خواستم باش مصاحبه کنم این گفت که با این دوربین کوچولو این احمق خر نر رو به فلانش فقط میشناسه. گفتم آقای فیلابی من با این احمق مصاحبه نمی کنم. هرچی هم گفت آقا این نمیفهمه بیا. گفتم شما رو بگو که خودت داری میگی این نمیفهمه ولی این سخنگوتونه. بعد دوست عزیز، وقتی شما با 20,000 تا
این ور اون ور در تماس هستی دیگه اسما یادت میره. خدا بیامرزه این داور رو، از بس که مردم میمدن و میرفتن این به همه میگفت که چیز جان، و اون بهبانی معتاد خیلی حسودیش میشد که فقط به من میگه سروب، چون شنیده بود که شیرازی ها به سربی میگن سروبی، این به من میگفت سروب، به اونای دیگه همه میگفت چیز جان. یه دم من بهش گفتم که چرا به اینا میگی چیز؟ گفت اولا همه اینا چیز منن، بعدم حقیقت اسمشون یادم نمیاد، چون داور از صبح که بلند میشد شراب میخورد، از ساعت 11 این راننده تاکسی میمد تریاک میورد، اون یکی میمد دوا میورد، اون یکی میمد کوک میورد، اصلا بز میبود. خدا بیامرزش. در هر صورت دوست عزیز، شما یه اسمی یادت بوده، چرا اسم این یادت بود؟ برای که من چنان تعریفی کردم که شما شناختیش. من بارها گفتم آقا اگه نوشت من با خواهر و برادرم رفتم، این خواهر رو به جایی که بنویسه خواهر نوشت خ الف، شما ایراد نگی که چرا وابش ننوشتی، فوری قلم قرمز رو در نیار بهش بده 19 قلم قرمز. شما منظور اون رو فهمیدی، حالا چه این گوه گوهزاده باشه چه گوهزاده گوه چی گفتی علیرضا جعفرزاده، و ضمناً حالا میگه که چرا تعجب میکنم چرا دوستان بهت نگفتن، افراد مخالفش در ارتباطی که تو اونا به این مسئله رو توضیح نداده بودن. آقا اینا افراد مخالفش نیستن، اینا تا دیروز برادر برادر خواهر خواهراش بودن. حالا اون مردی که اومده اینجا، ببین از روز که اومده آمریکا شکمش چقدر بزرگ شده، هی هم موهاشو رنگ میزنه، 5 دلار میده از این رنگا با بروس میزنه. یه دوستی داشتیم یه دفعه رفتیم بریم کنسرت، گفت وایسی من الان میام، گفتیم نه آقا ما میریم شما بیا. وقتی اومد دیدیم آقا مثل لولو، موهاش سیاه، سیبیل سیاه، گفتیم شما چی کار کردی؟ گفت من یک مسواک دارم با یک واکس مشکی و اینو میزنم تو واکس کفش، میمالم به موهام و اینا رنگ میکنم. این همین علیرضا جعفرزاده هم اینجوریه. ضمناً اون دوستان چرا نگفتن، یکی دوتشون گفتن آقا اونی که شما میگی همین جعفرزاده است، اصلا مهم نیست، اینا برای من مهم نیست. بفرمایید. یا مثل الان که توی یک برنامه به جای تاج زاده یه چیزی که گفته بودی، نام تاج زاده است، ولی شما شناختیش که تاج زاده است یا هر گویی هست، همونیه که با آخوندا بوده، الان اومده میگه الان با آخوندا نیستم، ولی باز به مردم میگه که هی مواظب باشید، آلترناتیو یا جایگزینی نیست. پس بازم نشون میده من مثل اینایی که با دستشون مثلا اینجوری میکنه یعنی یه گاو شاخدار، یا مثلا اینجوری میکنه یعنی ال، اقلا انقدر هنرمند خوبی بودم که تونستم برای تو پانتومیم اجرا کنم. پانتومیم یعنی تئاتر بی زبان. پانتومیم اجرا کنم که شما فهمیدی. آقا همین که فهمیدی برو شکر خدا کن، بالاخره یه برنامه پیدا شد، شما یه چیزی فهمیدی. ما که همه عمرمون تو نفهمی دست و پا زدیم. با آخر برنامه نزدیک میشیم، گوش کنیم پیام این دوستمون رو. کار نداریم، کاری نداریم، همه هم میگه کاری نداریم. بفهم. من به دوستم که رفته بود، البته من خونه دوستم مهمون هستم اینجا، به همین خاطر از شماره به حساب واضح تماس نمیگیرم، اون راهی مدار قضا و... میگه من خونه دوستم هستم، به این خاطر از شماره واضح، یعنی شماره که نشون میده، تماس نمیگیرم. ضمن این که 424 آخرش هم یکه، میخوای بگم شماره رو؟ یعنی شما حتی بلد نیستی چجوری شماره تو لاک کنی، به غیر از این که تلفن ما یه جوریه که بعض وقتا شماره رو باز میکنه. یه مجاهد احمقی بود اینجا، فکر کنم خلبانم بود، عتیقچیانی هم چیزی، بردمش دادگاه. این میومد زنگ میزد، فوش میداد، تهدید میکرد، یه شب مست بوده یه چیزی آمده بود، شمارش افتاد، فرد زش زنگ زدم گفتم آقا این کاری که شما میکنی غلطه، این کارو نکن. و شما اگه امروز میبینی اینجوریه، من برای مجاهدا اینجوری بودم، براشون مجانی کار کردم و اینها، و اگه نه میکنم، گفتم اوکی بکن ببینم حالا چجوری چوب کنت میکنن. بردمش دادگاه، نزدیک بود قش کنه، نزدیک بود بمیره. حالا شما خیلی جالبه، میگید شما رفتید خونه دوستتون مهمونین، ولی دوست من رفته، یعنی فکر کنم دوستتون از دست شما در رفته. بفرمایید. مشروب بگیره بیاد، امشب میخواستیم میخوره حال کنیم با هم. اوکی. بعد گفت
اگه زنگ میزنی. خب لا مروت، تو که مهمون بودی سر رای بوت مشروبم میگرفتی میگفتی عباس آقا دارم میام، آقای شکیبایی دارم میام، یه بوت مشروبم دارم میخرم، چی دوست داری؟ شیواز ریگال دوست داری یا عرق سگی؟ عرق سگی کانادا رو دوست دارم امتحان کنم اگه کسی میخواد، یا برای ما پول بفرسته امتحان کنیم. مثلا این آشغال اومده میگه که اینا صادراتی های جمهوری اسلامی هن. به من و آقای فرزاد نیساری میگه. این احمق نمیدونه که من تو جمهوری اسلامی کار داشتم، شغل داشتم، زن داشتم، بچه داشتم، ماشین نو داشتم، خونه نو داشتم، همه رو ول کردم. با اون $1000 چقدر میدادن با مسافرها، با اون اومدم. میدونید این خیلی بده. هممون فکر میکنیم ما فقط مخالف آخونده هستیم، همه اونای دیگه مزدورن. به این دوستان میگم آقا شما اسم 5 نفر رو روی این تکه کاغذ بنویس، بیا آقا این اسم 5 نفر رو بنویس که این 5 تا مزدور نیستن. نداری. برای چی؟ برای که اون وزیر اطلاعات ایران چوبی تو کونتون کرده که همه تون فکر میکنید اون یکی مزدوره، یعنی همه رو مجانی میکنید مزدور آخوند. کی؟ کسی که حاضر نیست برای ماهی $100,000 توف رو آخوند بندازه، ولی شمای احمق اونو میکنی مزدور آخوند. حالا این دوستمونم که رفته خونه مهمون، رفته خونه دوستش مهمونی، اون دوستش بلند شده بره ترکیه رفتیم، یه دوستی کرمانشاهی و کردم بود، گفت شما مشروب چی میخوری؟ گفتم آقا هر چی داشتی. گفت نه به جان خودت، اینجا هر چی شما بگی ما داریم. گفتیم آقا آبجوگو معلم میام. رفت خانمش بعد 45 دقیقه گفتیم چی شد؟ گفت این رفته بگیری بیا. گفتیم بابا اگه نداشت نمیخواستیم، یه چای میخوردیم. خلاصه اینم از این تعارفای ایرانی. حالا دوست ایشون رفته مشروب بگیره بیان بخورن. نظر شما رو میافتی. گفتم باشه نگران نباش. اصلا نگران نباش. یه دوستی من داشتم دانشجو بود، این به من میگفت که سوربی این چیه؟ این نور افتاده اینجا. میگم خدایا این چیه؟ میبینید اینجا نور میفته، از این پرده نور میاد. محسن لایق اگه کسی ازش خبر داره به من بگه که چی شد. ببینیم چی میگه. تا به حال هیچ دوباره شماری کسی را برنده نهایی نکرده، همون نتیجه که اول بوده. خیلی جالبه، درباره انتخابات آمریکا داره میگه. خیلی جالبه، پیامای شما میپره رو اون صفحه فیسبوک. نمیدونم این دیگه چرا اینجوری. بله، این میگفت دنبال کارتم. همینجوری اصلا تک کلامش این بود. اون موقع هم همش سیبیل اینجوری داشتیم و اینا، اینجوری میکنم. میگفت که سوربی جان نگران نباش، دنبال کارتم. حالا این دوستونم به دوستش گفته نگران نباش، من که هنوز مشروب نخوردم، اصلا شمارت نمیفته. شمارش دوبارم افتاده و اونم حالا رفته مشروب بخره بیا. دوستان اینا از ایریا کد 424 زنگ میزنن، ولی اون گفته که من اولا گاه گاهی گوش میکنم، بعدم اصلا خونش هم بلدم، میرم در خونش بهش میدم و حالا به خاطر کرونا کمک نمیکنم. آقا این آدرسه میبینی paypal.me، ببخشید من اینو میگم، این مشنگ بازی اسکل بازی رو بذار کنار دوست عزیز. حالا شما هر چی میخوای صدا تو هی ببر بالا، فکر کنی لوتیگری داری حرف میزنی. من میخواستم کمک کنم، به دوستم گفتم به این سوربی کمک کن. حالا انگار که سوربی گدای سر راهه، مثلا این آقا داره میره، پالتوش هم انداخته اینجا، کلاژ هم گسترش، میگه ای نوچه به این کمک کن. آقا من نه محتاج تو هستم نه محتاج دوستم، و ثابت میکنم که احتمالاً هر دوتون محتاج هستین، با این سن و سال هم هر دوتون دارین از آمریکا پول میگیرین. ضمناً همون جوری که گفتم به اون دوستت بگو که خیلی خوشحالم که دوباره این شمارت اینجا افتاد و
و حواستون باشه کی میاد مهمونی خونتون، حواستون باشه به کی اطمینان میکنی. مرسی که برنامه رو دیدید دوستان. میارو راکیم دوه چیه کجاست؟ گفت من خودم میدونم کجاست من، ولی نمیخوام الان این مسئله کرونا ایجاد اشکال کرده، این که برطرف شه قضیه رو حل میکنم خودم، حدرش در میارم، نگران نباش. همین، مرسی، فعلاً. ببین اون تو یه کلمه به این گفته راکی مدو، این چنان هوشی داره که این کلمه راکی مدو رو بلده. این اون آقا نیستا، اون دوستشه، رفته بیرون مشروب. آقا خجالت بکشید، نمیخوام بگم مرد بشین، چون ما مردا چه گوی خوردیم، دنیا رو خراب کردیم. میدونید که یه دلیلی که تو ایران میگن خدا نه زن نه مرده، تو آمریکا یا تو اروپا یا تو فلسفه چی میگن خدا مرده. دلیلش اینه که هیچ زنی اینقدر نادان نیست که دنیا رو اینجوری خراب کنه، فقط از عهده یک مرد برمیاد که اینجوری گند بزنه. پس به این خاطر دیگه نمیخواد بینمون بگید اقلا مرد باش، بیان به هم دیگه بگیم انسان باشید، به خودتون احترام بذارید، سلام کن، من فلانی هستم، برنامه فلان روز رو دیدم، شما در دقیقه فلان به آقای علیرضا جعفرزاده نوکر و نمیدونم جاکش مریم فلان گفتید جعفر علیزاده. خب چه فرقی میکنه؟ این گوه همون گوه. زمینه من یه سوالی دارم، یوتیوب اینجوری، وقت آقای اکبری از آلمان به شما زنگ به شما میگه که یوتیوب اگر پول بدی دیگه آگهی نگاه نمیکنی. زمینه همین آقای اکبری نوشته آقا این 100% نشه است. خب اول یه دودی گرفتن، حالا اون طرف گفته آقا برم یه عرق سگی بگیرم بیام، و الا تا صبح اگه این راست بگه تا صبح این مواد منو تموم میکنه. دوستان عزیز یک خبر خوب این که آقای حسن ارشاد برنامه هاش رو دوباره اینجا شروع کرده، 291، و بله به خاطر همین برنامه حسن ارشاد بود که تازه من پرسیدم اون موقع آقای مطلبی اینجا برنامه داشت، گفتم آقای مطلبی یه نفر برنامه‌های شما رو دیده، گفته آقا این چیزایی که ایشون میگه، آقای یوسفی گوش کن، این چیزایی که ایشون میگه دروغه، من میتونم بیام تو برنامه ایشون؟ گفتم با خودشون تماس بگی. آقای مطلبی باید اجازه بگیره از بهائی‌ها، بهش اجازه ندادن. بعد آقای چیز گفت خب میام برنامه خودم، گفتم بیا. 291 برنامه درست کرده که دروغ بهائی‌ها رو به شما نشون میده. بهائی‌ها دنبال حکومت جهانی هستن، بهائی‌ها اسلحه دارن، بهائی‌ها صلح‌پرست نیستن، بهائی‌ها درست مثل دوستان کلیمی چون در اقلیت هستن فعلا موزی موزی بازی، موش مرده بازی در میارن، تا قدرت بگیرن دهن همه رو سرویس میکنن. خب سابسکرایب کنید خودتون رو توی یوتیوب و براتون پیامام میاد، این پیام 424 هم براتون خوندم. ماجرای دونیشن، یه چیزی گذاشته بودم که ماه نوامبر بهش میگن موامبر، هم مستش سیبیل و هم نوامبر قاطی کردن، دلیلش هم نمیدونم، و میگن که کمک کنید به اونایی که سرطان دارن. ما گفتیم خب ما هم یه کاری بکنیم. یکی از دوستان گفته بود آقا من 3 بار رفتم کمک کنم قبول نمیکنه. گفتم والا من دیگه از سیستم اونا خبر ندارم، ولی اگه شما شاید این یه بهانه خوب شده باشه که شما به تلویزیون مردم کمک کنی، بگی سوربی 100 دلار فرستادم، 50 دلار خودت بردار، 50 دلارم بده به این بچهای مال سنت جود، اینجا بده به این بچهای سنت جود، یا به اصطلاح بده به اون کراس فلان. و آقا خجالت آوره، مگه شما مورگیج، پول آب و برق، قسط ماشین اینا میگی؟ آره چون کووید اومده، احتمالاً اونا رو هم زدی زیرش، میگی چون کووید اومده من نمیدم. که دوست من تازه به دوستم گفتم حمایت کن گاهی وقتی، گاه حالا به خاطر کووید خجالت بکشید. آقا من کسی دستتو پیچونده که دروغ میگی؟ من کسی بهت گفته بود پول که باید بیای این؟ اصلا حرفتو بزن، سوالتو بکن برو. خب دیوار ترامپ رو بهتون گفتم، یه فیلمی هست به نام ماهی دم قرمز، نسبتاً کمدیه، من هنرپیشه که توشه خیلی خوشم نمیاد، و چون اسم این ماهی دم قرمز هست
آیا شما میدونید چرا از قدیم ایرانی ها وقتی میخواستن ماهی درست کنن سر و تهش رو قطع میکردن و مثل اینجا تمام ماهی رو نمیذاره توی سینی آون؟ اگر جواب این رو میدونید هفته آینده با هم در این مورد صحبت کنیم. برنامه آقای حسن ارشاد ساعت 4 بعد از ظهر از تلویزیون مردم پخش میشه. روز و روزگار بر شما خوش، با امید روزهای بهتر و آیندهی روشنتر. خیلی ممنون که با تلویزیون مردم بودید. ببخشید اگه من اینجوری رک و راست بهتون میگم، اگه یه چیزی میگم ناراحت میشید، بدونید همونی هستی که من دارم میگم و شما بدت میاد نباشی، شما هستی، چون هستی بدت میاد. مرسی، با امید دیدار.